زخم‌هایی که ما داریم، درک تراما و تأثیر آن بر جامعه هزاره. در دومین بخش از سری برنامه‌ها در مورد سلامت فردی و جمعی جامعه هزاره، ما با همراه با هاجر رفیعی، عصب روانشناس بالینی، نگاهی دقیق تر به تراما و استرس می‌اندازیم و نشانه‌ها و عوارض آن را بررسی می‌کنیم. در این برنامه ما همچنین پیچیدگی پس از تراما را زیر ذره بین می‌گیریم و سپس از جوانب مختلف اختلاس استرس حاد را بررسی کرده و نشانه‌ها و عوارض آن را برمی‌شماریم. همچنین در این برنامه ما به اختلالات سازگاری می‌پردازیم. در جریان برنامه توجه اصلی در بررسی این آسیب ها سلامت روانی فردی و جمعی هزاره می باشد. مردمی که حدود دو قرن با جنایات سازمان یافته مانند نسل کشی، کوچ اجباری، اشغال سرزمین و جایداد و تبعیض مواجه می باشند. من کامران میرهزار هستم و این برنامه را شما به صورت زنده از یوتیوب می بینید. با من باشید. وقت بخیر خانم مهاجر، خیلی خوش آمدیم به برنامه گپ و گفت‌های بین رشته‌ای قسمت دوم. در ابتدا اگه سلامی درودی دارین با بینندگان بفرمایید. عرض سلام و ادب خدمت شما آقای میرهزار و همه بیننده های عزیز ما. امید که هر جای از دنیا هستن خوب و صحتمند باشن و خدمتتون هستیم. ما در برنامه قبلی آمدیم و مسائل مختلف را بررسی کردیم، از جمله تراما و اینکه تراما چی رقم از یک نسل به نسل دیگه میتونه منتقل شوه، به اصطلاح ترامای تاریخی شکل بگیره و چه ویژگی هایی داره برای مردمی که جنایات سازمان یافته مختلف را تجربه کرده و تجربه میکنن. در این برنامه خب تمرکز اصلی خودمان را بر همو آسیب های ممکن میگذاریم و با تخصص و دانشی که شما دارین میخوایم بدانیم که این آسیب ها یا اختلالات روانی چه ویژگی هایی دارن، چی هستن در ابتدا، علائمشان چیست و بعد چه تأثیراتی را میگذارن روی عملکرد مغز، اعصاب و همچنین چه عوارضی را دارن و افرادی که دچار میشن با چه عوارضی مواجه میشن. میشه در ابتدای برنامه باز یک بار دیگه تراما را تعریف بکنین که ما همراه با بینندگان یک تعریف را در ذهن داشته باشیم و بعد با این تعریف شما به پیش بریم و خود تراما رو بررسی کنیم. بله چرا که نه، من از این دریچه یک استفاده بکنم. فردا 8 مارس روز جهانی زنه، از این واقعا از این دریچه این روز رو به همه زنان شجاع با اقتدار فداکار کشور افغانستان تبریک میگم همه. امیدواریم که آن فداکاری ها و ایثارهایی را که انجام دادن در سه دوره که زندگی کردن، چه به عنوان دختر یک خانواده، چه به عنوان همسر یک خانواده یا به عنوان مادر فرزندان، امیدواریم که همه بتانند آنچه که واقعا در خور لیاقتشان هسته همون رو بتانند آینده کسب کنند و امید این که یک روزی شبه که افغانستان ما و همه زنانی که در اونجا دارن زندگی میکنن و یک سری از حالا میتونیم بگیم نقص حقوق ها را میبینن، نقص که کاملا یعنی خیلی وقتا خب این نقص حقوقا برای افراد دیگه هم هست، ولی خب در جامعه افغانستان فعلی متاسفانه بیشتر دامنگیر زنان هستن و امید که یک روزی شبه که واقعا یک افغانستان آزادی داشته باشیم. خب
سپاسگزار. بگذاریم من پرانتز، البته پرانتز نه، خارج از پرانتز به شما بگم تبریک بگویم به 8 مارس را به شما و تمام بانوان دیگه‌ای که هر جا هستن و از جمله کسایی که این برنامه را میبینن، روز جهانی زن تبریک باشه. اما خب این مبارزه برای حقوق زنان هست، همچنان مبارزه پایدار و دوامداری باید باشه دیگه اکثرا، و تنها محدود به روز 8 مارچ نشه. معمولا یک داستانی بود که از تبدیل به یک تجارتی شده بود 8 مارچ برای یک عده، اما یک مبارزه دوامدار برای حق و حقوق زنان باشه. اگر در کدام گپ دیگه ای میخواین در ابتدا بگین بفرمایید. گفتری من فقط همین مسئله هست آقای میرهزار، در حالا کشورهای متفاوت موفقیت ها معنی کاملا خاص و متفاوت به خود خود دارن. در جامعه افغانستان من به عنوان کسی که خودم یک زن بودم در افغانستان و در صورت یک کسی هستم از همون نسل از همون قشر، موفقیت برای ما زنان افغانستان یک چیزی کاملا متفاوت تری هست. یک دستیابی یک زنی که میخواد در هر رشته‌ای، در هر کاری، در هر عرصه‌ای یک موفقیتی را کسب کنه. من نام نمیبرم از هیچ گونه رشته‌ای، از هیچ گونه حالا اسکیل مهارت خاصی، حتی همون حس قشنگ مادرانه، وظیفه قشنگ و نازنین مادرانه رو میتونم بگم، در هر عرصه‌ای که هر دستاوردی را داشتن واقعا در جایی مثل افغانستان میتونیم بگیم که هیچ قابل مقایسه با دیگه کشورها نیستن و به مراتب دست یافتن در موفقیت برای یک زن، برای یک دختر در جایی مثل افغانستان چندین مرتبه از دیگه کشورها سخت‌تره، حتی از کشور، حتی به مقایسه کشورهای همسایه که حساب کنیم. پس در این صورت زنانی از نسل ما و از قشر ما که در یک موفقیتی دست می‌یابن، کمترین کاری که میشه برایشون کرد همین مسئله هست که حمایت شوند. حمایت از لحاظ روانی، از لحاظ اجتماعی، از هر لحاظی که شما به عنوان یک انسان مدنی بخواید در اون مسئله فکر کنید. گاهی اوقات یک تایید بسه برای پیشبرد یک کاری، برای یک کسی که خانوم هسته و وقتی در یک هدفی فکر میکنه و او هدف برایش دست نیافتنی هم حتی اگر باشد، گاهی اوقات نیاز به یک تایید داره که بتونه او هدف را برایش یک چیدمانی، برایش یک پلان، یک برنامه براش بریزه و به او هدف برسه. پس در این صورت یعنی از طریق از این برنامه واقعا خواهش میکنم از کسایی که مواجه هستید با کسی که با خانومی، دختری، مادری که از لحاظ روحی شاید حالش خوب نباشه یا از لحاظ روحی نیاز به یک کمک و نیاز به یک حمایتی داشته باشه، واقعا میرسه به شما که بخواید در این عرصه حمایت کنید. پس این حمایت را از خانوم نگیرید و در کنار از او امیدواریم که این قدرت، این مقاومت در بین ما زنا بمانه، بین کسایی که با همه او سختی هایی که چالش هایی که روبرو میشیم باز هم مقاومت میکنیم، باز هم داریم اونطور که باید و شاید برای رسیدن، برای تغییر اوضاع، حتی برای حتی نه تغییر اوضاع برای نسل خود ما، تغییر اوضاع و احوال برای نسل آینده ما بتانیم یک قدمی برداریم که یک راه برای دو نفر دیگه بتانیم باز کنیم. در این صورت ما با خیلی از چالش ها مقابل میشیم، ما مجبوریم خیلی از سدها رو بشکنیم، خیلی از خواسته هایمان بگذریم، از خیلی از حقوق کاملا بیسیک ما بگذریم تا بتانیم در او هدفی که میخوایم نزدیک شویم. پس فقط خواستم همین مسئله هست که همه کسایی که صدای من رو میشنوین لطفا حداقل کاری که میشه این که کمتر سد راه این مسیر قشنگی که یک نفر برای خود خود میچینه، چه زن چه مرد فرقی نداره، ولی خب از اونجایی که بحث ما در رابطه با حالا 8 مارس نزدیک هست و روز زن و این مسائل، پس من بیشتر روی سخن زنان افغانستان هست، کسایی که واقعا تلاش میکنن ولی که متاسفانه با یک سری از اتفاقاتی که تو زندگیشان رخ میده، چه اتفاقات یا سطح اجتماعی و چه خانوادگی، مجبور به حالا خودداری و یا اینکه کلا بیاین او
افکاری که دارن، او خواسته ای که دارن را کلا بیاین او رو بذارن کنار و به یک زندگی نرمالی که نسل‌های قدیم هم همون اتفاق افتاده بوده همون رو پیش رو بگیرن. دیگه بحث خاصی نمیمانه. امید برای یک روز خوب برای همه زنان افغانستان. امیدوار هستم وضعیت، البته یک وظیفه همه هست که دیگه زن و مرد نداره در یک قسمت، ولی همه باید تلاش بکنن. خب موافق هستم بریم به موضوع برنامه خودمان در اینجا و او تراما هست. میشه تراما را یک دفعه تعریف بکنین، تراما چی هست؟ خب آقای میرهزار، ما در برنامه قبلی هم در رابطه با تراما صحبت کردیم و اینکه تراما کلن یک سری از اختلالاتی را میگن که این اختلال یک اختلال روانی نامیده میشه که دقیقا پس از تجربه رویدادهای وحشتناک و ناگواری که از دیدگاه یک انسان از او میتانیم برچسب وحشتناک بودن ببدیم، بعد از او اتفاق یک حالتی برای انسان رخ میده که یک اختلالیه که استرس پس از او حادثه هسته. همین استرس پس از او حادثه‌ای که اتفاق افتاده ایرا به نام PTSD یا Post Traumatic Stress Disorder یاد میکنن که معمولا این تجربیات میتونه یعنی اتفاقات که حادثه‌ای که گفتم میتونه از بخشای نظامی گرفته، تصادفات گرفته، خشونت‌های جسمانی یا خشونت‌های جنسی و یا اینکه خیلی تجربه های طبیعی که در روز مثلا اتفاق میفته مثل یه سری حوادث مثل زلزله، سیل و یک چیزایی مثلا حوادث طبیعی، همه از اینا باعث از این مثلا میشه که این حوادث باعث یک حالت روانی شوه که باعث و بانی یک سری از استرس ها و استراب ها و کابوس ها شوه که همین پست تروماتیک کلن اختلال پست تروماتیک دقیقا بعد از این حوادث اتفاق میفته. یعنی در حقیقت اینا استرس هایی هستن که بعد از حادثه اتفاق میفتن و ما صحبت ما سر استرس ها هست، استرس هایی که بعد از یک حادثه اتفاق میفتن و تأثیرات خاصی روی عمل کرده مغز و سیستم روانی میگذارن که نامش گذاشته میشه تراما. بله، و در کنار از او باعث و بانی خیلی از اختلالات دیگه هم میتونه باشه، باعث و بانی از این مسئله که خیلی از مسائل خیلی عادی روزمره ما مثل خواب، اختلال در خواب میشه، باعث اختلال در خوردن میشه، باعث اختلال در روند روزمرگی زندگی میشه که ما بعد از تراما، بعد از دوره‌ای که ما در PTSD قرار داریم، روند عادی روزمره زندگی خود را نمیتونیم دقیقا مثل قبل از او حادثه پیش ببریم، چرا که تأثیراتی که او تراما، او اتفاق برای ما داشته و در ذهن ما یک سری در مغز ما یک سری از تغییرات را آورده که حالی مغز طبق همو استانداردی که بعد از او به وجود آمده در داخل مغز طبق از او عکس العمل از خود نشان میده. و همونطور هم که میدانین ما کسانی هستیم که بیشتر فالوور یا دنبال کننده دستوراتی هستیم که از مغز به ما میرسه، از مغز به ما دستور میرسه که هر اتفاقی که میفته، هر کاری که ما انجام میدیم، یه چیزی هست که داخل مغز انالایز میشه. پس در این صورت میتونیم بگیم که PTSD کامل روی جنبه های متفاوت زندگی ما میتونه تاثیر بگذاره متاسفانه، که بخش مثلا بحثایی مثل که گفتم بر شما و در کنار از او حتی زندگی اجتماعی، حتی بخشای فرهنگی، حتی اگر پروسه تداوی زو حتی پیش نره، حتی میتونه که برای اعضای اطراف، کسایی که به عنوان خانواده کنار ما هستن، اعضای خانواده، حتی میتونه که در اینا هم منتقل شده. حالا یک سوالی که به ذهن میرسه، آیا شدت خود حادثه تعیین کننده میزان یا درجه او PTSD هست نیست؟ چقدر خوده؟ مثلا ما وقتی که میایم، خب یک سری جنجال های روزمره زندگی وجود داره، زندگی مثلا
آدم ها میاین مثلا گرفتار میشن، مشکلاتی هست که شما در هر جای دنیا میتونن پیدا بکنن، اما گاهی وقتها هست که در یک سرزمین جنگ زده درگیری همیشه ادامه داره، تبعیض، جنایات سیستماتیک وجود داره، جنایات مختلف. این درجه خود شدت جنایات و که میاین و باعث اختلالات مختلف روانی میشن چقدر نقش دارن در ایجاد PTSD؟ آقای میرهزار، وقتی که ما از PTSD صحبت میکنیم، دقیقا آنچه که خود شما هم ذکر کردید همین مسئله هسته که هرچه که او حادثه شدیدتر باشه و هرچه او حادثه برای او فرد از اهمیت بالاتری برخوردار باشه، به همون نسبت میتونه ضربه بزنه، به همون نسبت آسیب روانی که فرد میگیره میتونه، به همون نسبت میتونه که لولچی همو آره دیگه میتونه بگیم هم لولچی بالاتر میتونه باشه. فرض بر مثال یک نمونهش که میتونه با شما بگم، این مسئله هست که اوکی، یکی هسته که یک حادثه را در داخل سرک مثلا یک حادثه تصادفی رو میبینه و از کنار او رد میشه و همین دیدن هم حادثه، ماشینی کنجی گوشه افتاده خراب شده و یا اینکه افرادی کنجی زخمی هستن، اوکی، خود از این میتونه به عنوان یک حادثه بد ذکر شود. ولی کسی که خودش در داخل همو تصادف بوده و همو ملغ زدن موتری که در داخلش بوده را دیده و او دردی که او لحظه کشیده و او اتفاقاتی که قبل از این که ماشین اصلا این حادثه بیفته، اون لحظه قبل، ثانیه های قبل از اون پیش چشم خود دیده، پس در صورت برای از اون PTSD کاملا متفاوت با او کسی هست که آمده و از اون مسیر رد شده و این صحنه رو دیده. ما در بحث PTSD که یک بحث کاملا پیچیده هست که چه اتفاقاتی توی مغز میفته، ما باز انشالله این مسئله رو بررسی میکنیم، خیلی متفاوت هست که چه نوع حادثه ای را ببینه و این حادثه چند بار تکرار شده باشه و این مدت زمان حادثه برای بار اول کی بوده و مدت زمان چقدر بوده، ثانیه‌ای بوده، دقایقی بوده، مدتی بوده، و یا اتفاقاتی مثل جنایت هایی که در افغانستان میشه میتونیم بگیم که دهه ها را حتی در برگیرنده دهه ها بوده، دو قرن بوده. پس در این صورت ما وقتی در مورد PTSD حرف میزنیم، آسیبی که معمولا بعد از یک واقعه وحشتناک اتفاق میفته، این آسیب کاملا برمیگرده، لول از او ظرفیت از او برمیگرده در همون خود ماهیت خودمون اتفاقی که افتاده. برای مثال وقتی که ما در مورد نسل‌کشی حرف میزنیم، وقتی که ما کسانی را پیش چشم خود خود دیدیم و یا پیش چشم خود کسانی را دیدیم که چشم دید خود برای ما تعریف کردن، آنچه که اتفاق برای پدرشان افتاده، برای اعضای خانوادهشان افتاده، و ما او حس را همونطور که قبلا هم ذکر کردم، ما احساسات را ناخواسته میگیریم و ای دست ما نیست که بخوایم احساس یک نفر را که وقتی داره یک مورد در مورد یک موضوعی حرف میزنه ما بیایم او رو نادیده بگیریم و بیایم بگیم که نه، من یک آدم پوزیتیو نگر هستم، کاملا هر مبحثی را مثبت از او رو میگیرم، و ما نمیتونیم. وقتی کسی داره در مورد قتلی حرف میزنه، پس در این صورت ناخودآگاه یک حسی از او وجود داره که حس را منتقل میکنه به من شنونده. پس در این صورت این تراما میتونه که حتی منتقل شود به افراد دیگه هم، و فقط بستگی به همین مسئله داره که یک عده تراما وقتی براشون اتفاق میفته، او حادثه را خودشان وارد از او حادثه بودن، خودشان مصدوم از او حادثه بودن و گیرنده از او اتفاق بد بودن، یه عده دیگه فقط شنونده بودن، یه عده دیگه فقط بیننده بودن، و یه دیگه دیگه ممکنه مثل وقتی بحث از جنایات و ایتو مسائل میشه، ممکنه که حتی برای نسل‌های بعدی انتقال پیدا کنه. پس در این صورت همو اندازه و شدت ای اتفاق میتونه نقش داشته باشه در همون آسیبی که میرسانه. بسیار خوب. یک سوال دیگه ای که به ذهن میرسه مسئله عادی شدن هست. ما میبینیم که بسیاری مثلا میگن که خوبی حوادث عادی شده، یا مثلا ما میبینیم که در سلسله جنایات مختلفی که اتفاق میفته، انفجار و انتحار و خودترغانی که معمولا
می شده و گاهی وقتا میشه همچنان. ما یک اتفاق امروز میفته و دو سه روز بعد گویی یا مثلا که هیچ اتفاق نیفتاده، گویی مثلا زندگی جریان عادی خودش داره تا یک اتفاق دیگه بیفته. و به ویژه مثلا در مورد هزاره ما میبینیم مثلا خب همه حملات صورت میگیره، تعداد تلفات هم به شدت زیاد و یک مدتی میگذره و بعد شکل عادی گویی به خودش میگیره در درون جامعه هزاره به شکلی، و بعد در بیرون هم مثلا جوامع اطراف هم به همین شکل عادی به نظر میرسه. آیا واقعا عادی میشه یا این در جایی از این پروسس و سیستم مغز همچنان میماند تا جای دیگر خودش خطرناکتر نشان بده؟ آسیب هایی که بعد از یک تراما اتفاق میفته ما میتونیم بگیم که به هیچ عنوان عادی نمیشه. فقط این مسئله وجود داره که خب از بعضی دیدگاه ها بعد از یک سری از تراپی ها یک مریضی، اگر این دیدگاه بیولوژیکی و از دیدگاه روانشناسی بخوایم تحلیل کنیم، یک مریضی یک مدت دوره تداوی را تریتمنت را پیش میبره و اوکی کمک میشه به این که بخواد مقابله کنه با همین PTSD یا استرسی که بعد از او واقع برش اتفاق افتاده. ولی وقتی ما میایم در مورد یک چیز عظیمی مثل حالا بحث هایی که الان شما گفتید یا همین مسئله نسل کشی، مسائلی مثل اتفاقاتی که در داخل افغانستان در حال جریان هست اتفاق میفته، اینا از جمله بحث هایی هست که نه تنها که من فکر نمی کنم که هیچ وقتی بشه او رو عادی سازی کرد. چرا که کسی که اعضای یک نفر از اعضای خانواده از دست میده، مادری که فرزند خود در یک از انفجارها از دست میده، برای او هیچ وقت او درد، او کم بود، او جای خالی هیچ وقت عادی نمیشن. فقط این مادر با استفاده از یک سری از حالا تریتمنت هایی که وجود داره شاید بتونن اون رو تسکینی ده، او در حد تسکین موضعی، در حد از اینکه بتونه که زندگی روزمره خود پیش ببره. ولی در حقیقت در آنچه که در زمین از او اتفاق میفته، آنچه که در ذهن و مغز از او اتفاق میفته، ما نمیتونیم بگیم که او عادی میشه. باز وقتی که در رابطه با کارکرد مغز صحبت میکنیم، آقای میرهزار، مغز خود از او وقتی که این جریانات برای از او اتفاق میفته، یک سری تغییرات تو کارکرد خود خو میاره. یعنی یک بخش هایی از مغز شروع میکنه در فعالیت بیشتر و یا برعکس شروع میکنه در فعالیت کمتر. پس در این صورت همی پروسه بحثی نیست که بگیم از طریق دارو و یا از طریق یک سری از آرام بخش هایی که وجود داره بتانیم ایره برای لانگ ترم یا مو برای دائم بتانیم رو تداوی کنیم. برای موضعی، برای یک دوره کوتاه مدت چرا، امکان چه هست، ولی او تغییراتی که داخل مغز آورده، او تغییرات متاسفانه واقعا نیاز به یک تغییر عظیم در سیستم خود دولت داره، در سیستم خود اتفاقاتی که داره میفته. او اتفاقاتی که واقعا خود مادر شاید هیچ نقشی در اون قضیه مثلا نداشته. پس در این صورت پس مغز از او هیچ جایگاهی طبق استانداردهایی که از او پیش داشته، طبق معیارهایی که در ذهن از او، در مغز از او آمده، جای گرفته، کانکریت شده، او نمیتونه برای خود یک راه حل پیدا کنه که چرا این اتفاق افتاد و این اتفاق را بیای عادی جلوه بده. پس در این صورت این قضیه عادی سازی در همچین مواردی جواب نمیده. درست است. من اینجا بیشتر منظور من یک حالت ترامای جمعی بود. حالا او مثلا به شکل مادری که مثلا داغ دیده طوری که شما گفتن نه، ولی ترامای جمعی در یک جامعه ما هستم و طبیعتاً این جامعه باید وحشت زده شده. ما میبینیم مثلا در بسیاری از جوامع یک اتفاقی میفته، حتی مثلا یک حیوان مثلا آسیب میبینه، یک همدردی جمعی شکل میگیره. ولی میبینیم در اون دوزخی که ما ازش صحبت میکنیم، در اونجا نسل کشی میشه یا یک تعداد جنایت جنگی میشه شکلهای مختلف، و به هر حال یک تأثیری داره دیگه به صورت جمعی. اما بسیاری مثلا گویی
امر عادی پنداشته و بعد روزگار همین رقم طبق روال عادی خودش پیش میره. پیش از اینکه بخواین در مورد گپی بگوین، همینجا من اسلایدایی هست که شما تهیه کرده بودن، موافق هستم اونا رو هم شریک بکنیم و در جریان برنامه هر کدامی که لازم دیدم رو نشان بدم. بسیار خب، بگوین اگر گپ چیزی بود در همین موردی که گفتم ترامای جمعی. بحث ترامای جمعی مخصوصا در قشر مردم هزاره، آقای میر هزار، یک بحثی هست که از چندین علم در این زمان با هم باید استفاده شود تا یک تعریف صحیح و درست را علوم انسانی، علوم روانشناختی، علوم جامعه شناسی، بحث علم سیاست، اینا همه باید دست به دست همدیگه داده شود تا یک تعریف صحیحی برای ترامای جمعی ارائه شود که در برنامه قبل هم در مورد با او زیاد صحبت کردیم. ولی در کل این پروسه طوری هست که وقتی که ما برمیگردیم در این ترامای جمعی، وقتی برمیگردیم در اثراتی که این به جای گذاشته، میبینیم که مردمانی داریم بس پرتلاش و زحمت کش، آدمایی که چه در بخش سیاست، چه در بخش اجتماعی، چه در بخش پروسه های فرهنگی، افرادی کاملا قابل اعتماد، افرادی که تمام تلاش خود دارن که کمترین ریسک ممکن را در زندگی روزمرهشان انجام بدن. ای دلیل بر خوبی یا بدی ای نظریه نیست، ولی کلا من به این باور هستم که این ترامای جمعی واقعا منتقدینی از علوم متفاوت مگر که یک جای شون یک بحث یک نظریه کاملا دقیقی رو بخواهم بدن. در رابطه با ازی مثلا با اساتیدی که حتی در روانشناسی در دیپارتمنت روانشناسی هرات بودن، ما در مورد ازی خیلی بحث کردیم، ولی همطور که گفتم واقعا نیاز به یک تحقیق خیلی بلند مدتی نیاز هست، مثل یک سری از تحقیقایی که وجود داره که ما میبینیم در طول مثلا سالها، مثلا در طول 18 سال تحقیق انجام میدن روی یک گروه از آدم ها. فکر میکنم نیاز به همچین تحقیقهایی داریم تا بتانیم یک نظریه کاملا واحد و موثقی رو بتانیم ارائه بدیم. درست است. ما مثلا از نمونه تحقیقاتی که شما گفتن، البته نه دقیق در مورد تراما، ولی به شکل مثلا بین رشته اینتردیسپلینری در مورد بومیان امریکا، مثلا ما داریم در مورد مردم فرست نیشن مثلا در کانادا هست و به همین شکل در نقاط مختلف پیدا میشه. و اما در مورد هزاره به این شکل تا حالی همچین چیزی وجود نداره و امیدوار هستیم که خب همین برنامه بتونه یک به اصطلاح کمکی بکنه، آهنگی باشه برای شروع یا دادن ایده های مختلف در این زمینه که کاری صورت بگیره. خب در PTSD، خب اینجا من سلاید بعدی هم در اینجا نشان میده که چه چیزهایی به اصطلاح باعث میشه، شما حوادث مختلف را بهش اشاره کردن. کدام مورد دیگه ای هست که بخواین در مورد بگوین؟ در قسمت PTSD نظریه متفاوتی وجود داره که یعنی مدل های نظریه متفاوت وجود داره که بخش بخوایم از لحاظ روانشناسی اگه بخوایم مثلا توضیح بدیم، خب در مورد صحبت کردیم که گفتیم یک اختلال روانی کاملا پیچیده هست که از تداوم و تاثیر رویدادی که او رویداد تروماتیک روی از لحاظ روانی و از لحاظ عاطفی بر روی شخص میتونه بذاره. بعد از او میتونیم بگیم که بخش بیولوژیکی هستم، همین حادثاتی که در موردش صحبت شد، در موردش حرف زدیم، همین حادثات میتونه یک سری از اختلالات شیمیایی را در مغز به وجود بیاره که همونطور گفتم بعضی از قسمت‌های مغز شروع می‌کنه به کار کردن بیشتر از اون چیزی که باید فعالیت داشته باشن و بعضی‌های دیگه‌شون شروع می‌کنن به کمتر فعالیت کردن‌ها. در بخش اجتماعی هم که متأسفانه PTSD وقتی شدتی بیشتر هسته که از طرف جامعه‌ای که فرد در او زندگی می‌ده، او جامعه زندگی می‌کنه، پشتیبانی یا حمایت درست صحیح چه از لحاظ اجتماعی و چه از لحاظ روانی و از بودهای دیگه هم حتی، این حمایت را نمیگیرن
پس در این صورت از لحاظ اجتماعی فرد به مرور زمان سعی میکنه در گوشه نشینی یا گوشه گیری. و داخل سلایدی که شما آوردین، سلاید قبلی در رابطه با مسائلی که باعث و بانی یک PTSD میتونه باشه هست که ما در موردش صحبت کردیم، ولی اینج مختصرا یک چند مورد دیگر هم گفته، بحث چایلد ابیوز و دامستیک ابیوز، بحث خشونت های فامیلی، چه در قسمت فرقی نمیکنه خشونت فامیلی، وقتی که سخن از خشونت فامیلی هسته همه اعضای یک فامیل در بر میگیرن. شاید در کشورهایی مثل افغانستان بیشتر شامل قشر ضعیف جامعه باشه، مثلا کسایی که زیر 18 سال هستن، کسایی که متکی در یک افراد دیگه هستن، مثل پدر و مادر، مثل بزرگترایی که خانه رو اداره میکنن، و یا اینکه کسانی مثل خانم هایی که داخل یک خانه زندگی میکنن و به هر دلیلی، به هر نحوی، یعنی یا دختر از او خانواده و یا همسر از او خانواده، خیلی وقتا مادر از او خانواده، این خشونت ها را متاسفانه متحمل میشن. و بحث های دیگه هم یک، حالا که در موردش صحبت کردیم، حتی مسائل جنگی. سلاید بعدی ما که در موردش کلن بحث هایی که اتفاقاتی که میفته، ای افراد چه نوع رفتارهایی را بعد از این قضیه او اتفاقی وحشتناکی برایشون افتاده، چه عکس العمل ها و چه واکنش هایی از خود نشان میدن. یکی از بحث ها بحث افکار متفاوتی که در ذهنشان میآید، شدیداً تلاش بر ایگنور کردن، ندیدن همون افکار دارن، افکاری که میآید در ذهنشان و مثل یک پروسه‌ای همیشه در صورته که تلاششون همین مسئله است که بتونن این افکار، این تصاویر را ایگنور کنن، که یک راه حل صحیحی شاید در بعضی از موارد نباشه. بعض در بعضی از موارد تلاش دارن که هیچ با هیچ کسی در رابطه با او دردی که دارن، در رابطه با او مشکلی که دارن، در رابطه با همون دردی که تجربه کردن، در رابطه با او هیچ نمیخوان صحبت کنن. مثل همین قضیه ای که من در برنامه قبل هم من را ذکر کردم، گفتم که کسایی که وارد میشن در کشورهای اروپایی، آمریکایی، استرالیایی به عنوان مهاجر، بعد از او فقط او یک سری از دردها را تحمل میکنن و هیچ فکر میکنن هیچ دلیلی برای خود پیدا، دلیل موجهی پیدا نمیکنن در رابطه با او درد خود خود سخن بگوین، حرف بزنن با کسی، شاید یک درمانی برای او پیدا شوه. پس در این صورت سکوت را بهترین راه حل میبینن. و بحث های متفاوت دیگه، یکی از مهمترین بحث ها تو بخش تراما فلشبک زدن هسته، که ما این پروسه فلشبک زدن هر اتفاقی که باعث باشه کمی ربط داشته باشه با او اتفاق وحشتناک برای روز اتفاق افتاده. مثلا برای کسی که حادثه یه ترافیکی دیده، یک صدای بوق خیلی بلند، در کشورهایی مثل کشورهایی که ما زندگی میکنیم که صدای بوق زیاد نمیشنویم، وقتی که همچین صدایی رو میشنویم، این برای ما یک حالت، یک الارم هست، یک زنگ خطر هست که ناخودآگاه ما رو به عنوان کسی که همچین خاطره وحشتناکی داره میبره در همون عرصه. برای کسی که یک خشونت فامیلی اتفاق افتاده در خانوادشی، یا صدای بلند یک نفری، اوکی، به هر طریقی خشونت‌های خانوادگی اتفاق افتاده، این فرد به عنوان کسی که آسیب دیده از این خشونت فامیلی، با یک صدای بلند ناخودآگاه همه افکار، همه ذهنیت و حتی جسم از او برمیگرده در همون حالتی که همون بار اول خشونت در صورت گرفته. بحث تراما همین یکی از مختصرین بحثایی که در این رابطه میشه گفت، همین بحث است که ما هر بار که به این مسئله فکر میکنیم، هر بار که یک فلشبکی میخوره و برمیگردیم در او سانحه، در او موقعیت، در او تایم، یک حالتی هست که نه تنها که ذهن شروع میکنه در همون ساختن همون صحنه، بلکه کل بدن همون ریاکشنی که بار اول اتفاق افتاده بوده، بار اول این ریاکشن را وقتی حادثه دیده بدن از خود ریاکشن نشان دادن، همون ریاکشن دوباره، همون عکس العمل را دوباره بدن شروع میکنه به نشان دادن. ما بیماران زیاد بحث PTSD رو دیدیم که وقتی صحبت میکنن در رابطه با همون مشکل، با همون حادثه‌ای که بوده، وقتی در مورد صحبت میکنن ادعا دارن، میگن که احساس میکنیم که همین الان با تمام وجود احساس میکنم هنوز داخل همون وضعیت هستم، مخصوصا بخشای دامستیک وایلنس یا همون حالا خشونت هایی که هستن،
هم وقتی با ما صحبت میکنن به عنوان روان شناس میگن که ما احساس میکنیم که همین الان قلب ما در حال تپیدن با شدت تمام، یعنی تپش قلب ما بالا میره و عرقی میزن، دست و پایی که میلرزه از اونا، کاملا همه شواهد را دارن. و بخش اختلال در خواب، متاسفانه اختلال در بحث خوردن ها، یعنی بحث مسائل تغذیوی و خیلی از مسائل دیگه. یک اجازه بدین یک سوال من بپرسم پیش از که ادامه بدین. در آیا در زمانی که گپ از حادثه میزنه خود افراد مثلا یک سناریو رو در نظر بگیرن، دو نفر یا چند نفر شاهد هستند، در شاهد یک حادثه هستند، همزمان به یک شکلی، مثلا همون مثالی که شما گفتن یک تصادف مثلا اتفاق میفته یا یک دلخراش مثلا دلخراشتر اتفاق میفته، باز مثلا ما اگه 5 نفر را داشته باشیم به عنوان شاهد در او صحنه، 5 نفر از این 5 نفر ممکنه مثلا یک نفرشان دچار PTSD شوند و 4 نفر دیگه ممکن نشوند. آیا نحوه پروسس کردن و پردازش کردن حادثه برای افراد مختلف تاثیرگذار هست در دچار شدن به PTSD؟ خیلی زیاد تأثیر گذاره. چرا که ما وقتی که یک موضوعی را داخل مغز خودمان، یعنی به طور ناخودآگاه پروسس میکنیم، بخش های متفاوتی از مغز شروع میکنن به کار کردن روی از این موضوع. یکی وظیفه تحلیل داره، یکی وظیفه زیر داره که راست و دروغ زیر برای خود خوب بخواهی رو تحلیل کنه که این چقدر به واقعیت نزدیکه. یک حالا بخش های متفاوت، ما از اونجایی که هر کدام از ماها یک فرد کاملا متفاوت از فرد دیگه هستیم، حتی اگر دوقلو باشیم، پس در این صورت برداشت ما از اتفاقات روزمره، برداشت ما از آنچه که ما میبینیم، برداشت های متفاوتی داریم. برای یک فرد وقتی که یک کبوتری را میبینه که داخل سرک افتاده، حالا یخ زده، سرما یخ زده، برای یک فرد که اوکی طبق یک پرسنالیتی متفاوتی، یک شخصیت متفاوت هسته، اوکی میای از کنار از او رد میشه. ولی کسی دیگه ای که از لحاظ شخصیتی تفاوتش در همین مسئله هسته که یک آدم پر عاطفه تری هسته، عواطف از او خیلی، حالا بگیم که روی امو پروسه منطقش خیلی بیشتر حاکم هسته، او ممکنه که برای دقایق استاد شوه، احساس تأسف خود را بکنه، بعد از او رد شوه. و یک کسی دیگه ای که به مراتب ای بیشتر ای عواطفشی مثلا حکم فرما هست در ابعاد متفاوت شخصیتی از او ممکنه که یک کاری رو انجام بده، ای بسد ممکنه که برداره هر کاری، حالا هر چی که دستش برمیاد. پس ما طبق همو شخصیتی که داریم، طبق همو بودهای متفاوتی از شخصیتی که داریم و طبق همون کارکردهای متفاوتی از مغز ما که چه دستوری را به ما میده که ما چه عکس العمل از خود نشان بدیم، در وقایع مختلف عکس العمل های متفاوتی تری داریم. یک سوال دیگه هم به ذهن میرسه، آیا فاکتورهای دیگه وجود یا مثلا فاکتور نه شاید عوامل دیگه یا تحریک کننده های دیگه برای همین PTSD تراما، به اصطلاح پست تروماتیسک استرس دیسوردر، داره که مثلا موقعیت اجتماعی افراد، شغل، یکی بیکار است، یکی شغل داره، یکی مثلا کشاورز است، یکی یک کار دیگه مکانیکی میکنه، یکی عوامل اینی رقمی، یا ای که آیا مثلا زمینه‌های روانی یا بیماری های دیگه ای که قبلا داشته آیا میتونه کمک بکنه به شدت دادن یا منجر شدن به تراما و PTSD که گفته میشه؟ مثلا کسی که بدنش ضعیف باشه به لحاظ فیزیکی آماده، طبیعتا راحت تر مریض میتونه شوه. آیا کسی که مثلا بیماری های آسیب های مثل استرس داشته باشه یا چیزای ساده تر
داشته باشه به لحاظ روانی آیا آسیب پذیرتر میشن در مقابل مثلا PTSD؟ در این رابطه یک جواب کاملا مطمئنی در شما میدم، چرا که دقیقا سوالی که کردین سوالی هست که من پایان‌نامه یا تز خوده در دانشگاه پادوا در بخش ماستری همین کورسی که من خواندم همین مقطع ماستری اینطوری بوده که دقیقا همین مسئله رو بررسی کردم که پولیجینیک ریسک اسکور هایی که در حالا ماهیت بدن جسم یک نفر وجود دارد چقدر او را مستعد می سازه، آماده می سازه برای گرفتن یک سری از اختلالاتی که مربوط می شد کلن یا اختلالات مربوط رفتاری هست، بخش روانی یا بخش اکزیکیوتیو فانکشن ها، یعنی یک چیزی فراتر از اختلالات روانی که میتونیم بگیم که از جمله مثل بیماری های مثل آلزایمر، مثل پارکینسون، همه از این مسائل. پس این سوالی که گفتین کاملا این جوابش کاملا بله، جوابش بله هستن. هر چقدر که فرد به قول شما از لحاظ ماهیت حتی جسمی ضعیف‌تر باشه به همون نسبت امکان داره که مستعدتر باشه برای گرفتن یک سری از اختلالات. و اینجی ما ژن‌ها را هم نمیتونیم نادیده بگیریم، بعضی از افراد به طور اتومات این ژن در وجودشان وجود داره که آماده یک سری از یک سری از اختلالات هستن که اگر یک حادثه‌ای طبق که منبع مثلا یک اختلالی میتونه باشه، اگه این حادثه براش اتفاق بیفته خیلی زود از بدن، از خود، از روح و روان، چه از رفتار خود، او ریاکشن رو نشان میده، ریاکشنی که مربوط به همون اختلال هست. مثلا مسائل مثل فشار خون مثلا یکی از چیزهای بسیار عادی هست که وجود داره و او به اصطلاح عوامل و محرکای بسیار زیادی هم میتونه داشته باشه، در کنار او خوشرایط زندگی امروز خودش سراسر مثلا میتونه عوامل مختلفی ایجاد بکنه، در عین حال او از تاریخی از جنایات مختلف و همچنین جنایات روان و جاری هم میتونه تاثیرگذار باشه. در مورد علایم دیگه کدام موارد دیگه هست که بخواین بگوین به چه شکلی خود نشان میده؟ اختلالات گفتین، اختلالات غذایی مثلا، اختلالات خواب مثلا، دیگه چطور؟ بخش نگتیو مود یا همون یک سری از حسایی که به طور حالا بگیم که منفی یعنی ناخودآگاه میای سراغ ما، مثلا مثل احساس گناه داشتن، حس شرم داشتن، مثل از این که در هر گروهی که وارد میشه، گروه دوستان، خانواده، فامیل، هر جای دیگه اقوام، حس خودکمبینی خیلی زیاد، اینا همه از جمله نشانه هایی هست که امکان داره که از علایم PTSD باشه. و خیلی جاها میبینی که فرد همون پروسه جبهه گیری در مقابل، فرقی نمیکنه که میخوای یک حالا چیزی که میشنوه مثبت باشه یا منفی باشه، و به هر صورت ای یک گارد منفی در قبال از اون نشان میده و در خود میگیرد. و مسائل دیگه ای مثل شما حالا که گفتین نمونه خوبی را اشاره کردین، خیلی از بیماری های جسمی که افراد داره منشأش همین بیماری های روانی هستن، مثلا همین فشار خون که شما یک نمونه ای که گفتید، در خیلی از افراد مخصوصا در کشورهای مثل افغانستان این اتفاق میفته که تا پروسه فشار خون بر از اتفاق نیفتاده، یک بیماری جسمی اتفاق نیفتاده، هیچ وقت به فکر از این مثلا نیستن که شاید این فرد یک مشکل دیگه ای هم داشته باشن. وقتی میرن دکتر و دکتر در اینا میگه که مادر شما، پدر شما فشار خون بالایی داره، سعی کنید او را از استرس دور نگه دارید. او زمان هسته که اعضای خانواده متوجه میشن که چقدر این مادر تحت فشار از این استرس های روزمره زندگی بودن، و تا اون زمان هیچ کدوم از اینا یا نمیدانستن یا واقعا اوکی میپرسه ایگنور کردن یا نادیده گرفتن اتفاق میافتادن. پس در این صورت خیلی از سیمتم ها یا همون نشانه های متفاوتی وجود داره که ما ببینیم در اشخاص که آیا، یعنی متوجه بشیم که آیا PTSD داره یا نه. و فقط یک کمی اطلاعات عمومی در رابطه با اختلالات روانی کمی از این لحاظ، یعنی
اطلاعات عمومی که مگه بالا بره خیلی راحت میتونیم تشخیص بدیم، نه اینکه تنها تشخیص بدیم. این بحث تشخیص یک بحثی است که اوکی کسایی که در رأس از این تخصص هستن اینا باید تشخیص بدن، ولی ما هم به عنوان اعضای خانواده خیلی جاها میتونیم که کمک کنیم برای از این که بگیم که آره ممکنه که همین اتفاق افتاده و این هم پیامد همون اتفاقات بعدی که در سالهای گذشته یا در حالا هر وقتی از زندگی فرد افتاده ممکنه که پیامد از او باشه این رفتارها. شما اشاره کردن در ابتدا که PTSD رو میخواستن تعریف بکنن به استرس ها اشاره کردن. استرس هایی هستن که بعد از حادثه اتفاق میفتن. در آیا درجه خاصی داره که ما مثلا ایره صرفا مثلا استرس بدانیم، استرسی که منجر به PTSD نشده، و یا ای که تمام استرس ها به نوعی میتونن منجر به اصلا هستن جز دایره PTSD میتونن باشن؟ خب بستگی باز هم به این مسئله داره که او اتفاقی که میفته برای چه کسی اتفاق میفته. برای مثال او کسی که سن قانونی در حد سن قانونی رسیده و یک سری از اتفاقات را اوکی یا شنیده و یا شاهدش بوده و یا برای از او یک کمی طبیعی تر، خب اتفاقات وحشتناک هیچ وقت طبیعی نمیتونن باشن، ولی فرد مدیریت عواطفش انقدر بالا هسته که حتی در اون لحظه ممکنه که او شکی که موجود هسته در او اتفاق او شک را خیلی نبینه. و دقیقا نقطه مقابل از او برای یک فردی که کودک شمرده میشه و یا برای یک خانومی که هیچ وقت مثلا توی جامعه نبوده، همیشه در گوشه خانه خود خوب بوده، برای از اینا یک حادثه یا یک اتفاق ممکنه معنای متفاوت تری بده و به همین منوال تأثیری که میتونه بگذاره کاملا متفاوت تر با او فردی هسته که اوکی یک مرد 45 ساله وقتی یک انتحاری رو مواجه میشه میبینه و یا یک بچه 6 ساله داره انتحاری رو میبینه و مواجه میشه. اوکی هر دو از اینا به عنوان شاهد از این قضیه بودن، ولی تأثیری که میذاره، آسیبی که میزنه و دقیقا برمیگرده به همون بحث کپاسیتی یا موظرفیت همون شخص که چقدر توانایی زیر داره که از لازم منطقی مسئله رو بیایه برای خود خود حل و فصل کنه. حتی اگر در بدترین حالتها یا اینکه گفتم به شما یک موضوع خیلی ساده تری باشه، مثل همین کبوتری که شما گفتم داخل سرک افتاده، من به عنوان یک کسی که از کشوری مثل افغانستان آمدم و بارها مواجه شدم با بحثای انتحاری، یعنی ماشینی که قبل از من حرکت میکرد متاسفانه در یک از حوادث یک انتحاری شد در مسیری که من در سری وظیفه میرفتم و من فقط دقایقی دیر رسیدم که من در اون ماشین نبودم. حالا همون دقایق دیر رسیدن از ما باعث شد که من امروز اینجا باشم و اونایی که داخل از اون موتر بودن هیچ وقت نباشن. من شاهد از این قضیه بودم. پس در این صورت میتونیم بگیم او خانوم، حالا من هم شاهد مرگ کبوتر داخل سرک هستم و او خانومی که از کشور متفاوت تر با یک بک‌گراند متفاوت تر با یک دیدگاه متفاوت نسبت به موضوع مرگ و زندگی او هم این صحنه را دیده. پس برداشت های ما یا تأثیری که این صحنه میذاره بر ما کاملا متفاوت با هم دیگه است، حتی اگر هر دوی ما هم سن هم باشیم. پس همه این تجارب، بحث شما گفتید بحث ترامای جمعی، حتی اینجی حتی همین را هم ما میتونیم دخیل کنیم. شاید این بحثای ترامای جمعی یا فردی بوده که در گذشته اتفاق افتاده، همین الان هم در حال اتفاق افتادن هست و من بخشی از او هستم. من نمیتونم خود جدا از او کنم. من بخشی از او هستم و من شاهد از این قضایا بودم. ولی یک کسی دیگه ای که در کشورهای مثل کشورهای اروپایی، آمریکایی، هر جای دیگه زندگی او ندیده همچین چیزی را. پس برای از او مرگ همون کبوتر شاید خیلی یک حادثه عظیمی باشه، یک حادثه وحشتناکی باشه که برای دقایق بشینه گریه کنه بالا سر از او. درسته. مسئله عنصر زمان چطور است و فاصله زمانی؟ یک اتفاقی میفته در یک روزی و ما هرچی نزدیکتر به لحاظ زمانی نزدیکتر باشیم به زمان وقوع حادثه و یا دورتر باشیم، این فاصله‌ای که وجود داره میتونیم تصور بکنیم چقدر در بروز PTSD نقش داره؟ و آیا مثلا میتونیم بگویم که PTSD به عنوان
یک آسیب روانی خزنده میتونه آرام پنهان باشه و مثلا سالها بعد، ماها بعد، بعد از حادثه خودش نشان بده؟ خب باز هم در این عرصه میتونم این نظر را بدم که وقتی از دیدگاه روانشناسی ما میایم یک نفر را انالایز میکنیم و حال و هوای روحی از او رو میاییم تحلیل میکنیم که با چه نوع از اختلال هایی که از دیدگاه دیگران اختلال های خیلی عادی شمرده میشن دست و پنجه نرم میکنه، پس در این صورت افراد طبق همون بکگراند زندگی که داشتن میتونیم بگیم که در تایم های مختلف از خود ریاکشن یا همون عکس العمل رو نشان میدن. وقتی که فردی که تمام دوره عمر خود در کشوری مثل افغانستان و در یک قریه‌ای در یک جای زندگی کرده که از این نوع اتفاقات زیاد افتاده و زیاد شاهد از او بوده، پس در این صورت ما میتونیم بگیم که بحث مقاومت اگر پیش بکشیم بگیم که این فرد بسیار مقاوم شده در قبال از این مسئله. ولی برای مایی که ناو از یک کشور دیگه تازه مهاجر بودم و تازه در وطن خود خوب برگشتم و یک سری از وقایع را دارم زنده میبینم که چه اتفاقی داره در کشور از من میفته و میبینم که این بحثی هسته که کاملا سیستماتیک دقیقا این اتفاق جای میفته که مردم من، مردمی که از من از مردم هستم، یعنی بین یک قوم خاصی اتفاق میفته، پس تأثیر از او بر من به مراتب شاید بیشتر از او باشه، چرا که یک آدم کاملا جدید در یک جامعه هستم و یک سری از وقایعی که این وقایع برای من، حالا درسته که من یک سری مسائل شنیدم ولی باز از لحاظ دیداری، از لحاظ شنیداری، از لحاظ آنچه که واقعیت موضوع هسته برای من جدید هستم، که اینجا میگن شنیدن که بود مانند دیدن. وقتی میبینی پیش چشم خود چه اتفاقی دارن میفتن، او زمانه که میتونیم بگیم که تاثیر از او را اوکی، برای کسی مثل من شاید در همون لحظه دقایق بعد او تراما اتفاق بیفته، ولی برای کسی که شاید به مراتب چندین بار این همچین واقعی بر از او اتفاق افتاده و او پیش چشم خود دیده، شاید برای از او یک مدت زمان دیرتری به قول شما به طور پنهان بمانه و یک زمانی خود در یک جای دیگه نشان بده، مثل موضوع بیماری های جسمی، خیلی از سرطان هایی که اتفاق میفته، خیلی از اختلالات که در بخش اگزیوتی فانکشن مغز اتفاق میفته، اینا همه برگرفته از همو ایگنور کردن یا بهتره بگم که دوام آوردن بعضی اوقات و سکوت کردن در قبال یه احساسی که ما احساس را داریم اتفاق میفته متاسفانه و بعد یک مدت زمانی خود رو میکنم، که باز هم او زمان هم بستگی به این داره که به چه شدتی این اتفاق جریان داره، به چه شدتی تراما برای فرد یا تأثیر شده بدن از او داره خود نشان میده و به امو پروسه تریتمنت یا امو پروسه تداوی هم بستگی داره که در کجا هسته چه نوع تداوی های استفاده میشه. بسیار خوب. در این دو اسلاید اینجا هست در مورد تاثیر PTSD و زنان و کودکان، کدام اشاره هایی داشتین شما، کدام گپ خاصی در مورد اگه دارین بفرمایین، اگر نه بریم. آره، 53 دقیقه تقریبا گذشته، کوشش میکنیم که برنامه امروز در 2 ساعت چیزش کنیم، خلاصش کنیم تا برنامه های بعد. درسته. خب از اونجایی که شما سوالات مکملی میپرسید و به طوری هسته که در برگیرنده سوال شما در برگیرنده اطلاعاتی که داخل سلایت هسته و حتی خارج از او هسته و یعنی جوابات را میتونم بگم که پیشا پیش هم داده شده، ولی بخش PSC در بخش کودکان و نوجوانان از جمله بحثایی هسته که ربطی نداره در کدام کشور فرد زندگی میکنه، ربطی نداره در کدام جامعه هستم، چرا که در دوره چایلدهود، دوره کودکی، دوره هسته که شخصیت و هویت فرد شکل میگیره و در صورتی که رسیدگی نشه، در صورتی که پروسه تریتمنت یا پروسه تداوی از اتفاق نیفته، در صورتی که PTSD اتفاق میفته،
اگر این تداوی نشه، این احتمال خیلی زیاد در ابعاد مختلف شخصیت او فرد جای میگیره. برای مثال او کسی که مکانیزم دفاعیش برای PTSD سکوت هسته، به مرور زمان همین سکوت باعث میشه که یک فرد درونگرا بشه. این فرد از لحاظ شخصیتی احساس کنه که من همین احساس راحتی رو دارم که حرف نزنم. پس به مرور زمان توی جامعه وقتی وارد میشه، وقتی بعد از 18 سالگی وارد بازار عرصه کار و عرصه حالا اجتماعهای بزرگتر از خانواده وارد میشه، او زمان هسته که در یک سری از مشکلات فراتر از ای که یک فرد درونگراست به یک سری از مشکلات دیگه برمیخوره، بحثای ارتباطی و خیلی از مسائل دیگه. بسیار خوب، موافق هستن از همین جه که اشاراتی که شما داشتن در مورد ای که پیچیده شدن و ای که چه تأثیرات عمیق‌تری میتونه بگذاره در گذر زمان، از همینجا استفاده کرده و بریم به بحث ای که چه زمانی PTSD پیچیده میشه که به اصطلاح میگن امو کمپلکس پست تروماتیک استرس دیسوردر، ای چی هست و این چه زمانی اتفاق میفته؟ در مورد ای صحبت بکنیم. خب بخش PTSD کامپلکس یا مو پیچیده وقتی ما بیان در مورد ازی صحبت میکنیم، ای هم دوباره به یک سری از حادثه هایی که به مراتب میتونیم بگیم ای حادثه ها عظیمتر از آنچه که تصورش برای فرد یا فهم فرد تا مو جایی که بوده یا مو ظرفیت خود فرد بوده که همچین حادثه ای را بخوای تحمل کنه یا شاهد همچین حادثه ای باشه، وقتی یه اتفاق میفته یک PTSD اتفاق میفته برای ازی که میتونه تأثیر گذار در خیلی از مسائل دیگه ای هم باشه، از جمله بحث یک سری از مشکلات را در بخش تنظیم عواطف انسان ها میاره که اوکی وقتی که در خیلی از مسائل وقتی که میایم در رابطه با یک وقتی میخوایم یک حسی را بروز بدیم، حس فرقی نمیکنه مثبت منفی، خوشحالی، نگرانی، ناراحتی، هر چیز را، فرد مشکل پیدا میکنه برای نشان دادن اون حسی که در وجود از او هسته و اینا همه از جمله عواقب همین PTSD پیچیده هسته. و بحثای دیگه مثل دید خود فرد نسبت به خود، این دید هم به مرور زمان بعد از اینکه یک سری از بحث‌ها اتفاق می‌افتند مثل احساس شرم، احساس گناه، اینا دید فرد را نسبت به همون شخصیت خودش تغییر میدن. پس در این صورت ای به مرور هرچی که پیش میرد اگر هیچ درمانی در کار نباشه، هیچ درمانی صورت نگیره متاسفانه، ای به مرور باعث تخریب خودمون شخصیت فرد میشه و خیلی از بیماران که در حد شدید روانی هستن، کسایی که جنایتکاران خیلی بزرگی قرار بشن، اینا اگر واقعا یک زمانی در دوره کودکیشان اینا شناسایی می شدن شاید در این مرحله نمی رسیدن. ما وقتی تاریخ بزرگانی که در منظور از بزرگان به معنای ازی که کسایی که در جنگ های خیلی بزرگی در تمام سطح دنیا اشتراک داشتن، آغازگر جنگ ها بودن، وقتی ما تاریخ اینا رو میخوانیم میبینیم که اینها علائم همی جنایت ها را در دوران کودکی خود داشتن. در کتاب من مطالعه کردم یکی از افرادی که شروع کننده جنگ جهانی دوم بوده در کودکی خود داخل کتابی که دستنویس خودش بوده نوشته که من وقتی کودک بودم حیواناتی که داخل جنگل نزدیک خانه من پیدا می کردم اینا رو می گرفتم و یک آتیش درست می کردم و یک سیخی داشتم، سیخ آهنی داشتم که او رو در او آتیش گرم می کردم، داغ می کردم و این بدن روی آتیش، این آهن داغ رو روی بدن حیوان زنده می گذاشتم
و نهایت لذت را به عنوان یک فرد نهایت لذت می بردم از بویی که می پیچید، از صدا، از بوی امی سوختگی، از صدایی که ای وقتی که ای جسم آهنی داغ را می زاشتم روی بدن از این فرد، از صدایی که می پیچید در گوش من و از دیدن از این صحنه نهایت لذت را می بردم. خب ما و شما به عنوان پدر مادرها، به عنوان کسانی که کلانتر از یک قشر دیگه ای هستیم، ما مسئول از این مسئله هستیم که اولا که بدانیم که چه کاری کودک ما یا کسایی که به عنوان زیر 18 سال با ما زندگی میکنن چه کارهایی را اولین که انجام میدن و اینکه واقعا از حسشان پرسیده شده که واقعا یک سری کارهایی که داری انجام میدی چه حسی در تو دست میده. خوشحال میشی آیا وقتی در یک فرد معلولی در خیابان کمک میکنی چه حسی در تو دست میده و یا اینکه وقتی از کنارش همین جوری رد میشی او زمان چه حسی داری. و ببینید روش های کاملا چجوری بگم، خیلی روش های متفاوتی وجود داره که پیشگیری شده از آنچه که در آینده قرار خیلی حادتر خیلی شدیدتر رونمایی شده. خب این فرد وقتی که خود تصمیمی که مثلا این فرد گرفت در آینده ای که به عنوان یک فرد 50 ساله و 40 ساله بود تصمیم گرفت باعث کشتن هزاران هزار آدم بود. خب پس همین آدم از همون کودکی همین حال را داشته، همین چی بگم، همین لذت را، همین تمایل را داشته و چرا ای درمان نشد؟ سوال خوبیه که اینجا میتونه خوبی آدم مثلا آمده بود و حیوان آزاری میکرد و لذت میبود، میتونه دیگر آزاری دیگر انسان آزاری هم باشه، میتونه خود آزاری هم باشه دیگه. در این مسئله درست است؟ دقیقا درست است، چون در انتهای داستان این فرد هم به خودکشی منجر شد بعد از کشتن انقدر انسان ها. به قول شما وقتی که میای از حیوان آزاری شروع میشه بعد به انسان آزاری و دیگر آزاری، ای که در خیلی از اتفاقاتی که برای ای افراد، برای ای عده افراد میفته در طول زمانی که زندگی میکنن، خیلی وقتها هیچ سندی وجود نداره که، یعنی هیچ جا در موردش صحبت نشده، ولی وقتی که در داخل تیمارستان ها کسایی که کار میکنن، کسایی که میبینن، ما عده کسایی رو داریم که واقعا انفرادی نگهداری میشن و فقط برای نگهداری یک نفر 4 نفر استخدام میشن. خب یک دلیلی وجود داره که همچین اتفاق میفته و امیدواریم که واقعا کسایی که در رأس قرار دارند در دولت ها واقعا در پی شناسایی همچین آدمایی و در پی نگهداری زیاد همچین مکان هایی باشن که حداقل او اتفاق هایی که احتمال داده میشه که همچین آدمایی دست به خیلی جنایت های خیلی کلانی بزنن، حداقل جلوگیری از همی مسائل شود. برای کسی که به عنوان یک فردی که حالا در دوره دبیرستان، دوره های سکول هسته و یک سری از جنایت ها رو داره به طور خیلی این دایره که خیلی غیر مستقیم داره اعمال میکنه، برای مثال سر یک دزدی، سر یک مسائلی باعث میشه که این فرد به کانون اصلاح تربیت رفته شده بره و در اونجا نگهداری شده و همین جنایت هایی که قبلا انجام میداده جاهای دیگه حالی در همون مراکز داره انجام میده، ولی به خاطر از این که همون پروسه قانون جنگل که کسی که قدش بلندتر، زورمندتر و یکم سنجم بالاتر در مراکزی هم که اون مستفیدین همه کسایی هستن که مثلا زیر 18 سال، اوکی، اینا خب تحت تاثیر قرار میگیرن، اینا یا از ترس و یا از خیلی از مسائل دیگه‌ای که وجود داره ممکنه تن به خیلی از کارها و تن به خیلی از حقارت‌های دیگه بدن. پس فقط این نیست که بیاین حالا در کشور، متاسفانه در کشوری مثل کشور افغانستان، من خودم شخصا در مراکز اصلاح هم حتی مثلا کار کردم، یک حادثه هایی رو میدیدیم، یک حادثه هایی رو میشنیدیم که یعنی کیس هایی بود که این کیس ها واقعا نیاز به نگهداری در تیمارستان با همون 4 نفری که گفتم نیاز به نگهداری در همچین جاهایی بود، نه اینکه اینا آزادانه با یک گروه دیگه‌ای که این گروه واقعاً آسیب پذیر هستن در یک جای زندگی کنن و در یک جای نگهداری شون. این که او چه آسیبی میرسانه در او افراد کوچکتر از او، ضعیفتر از او، این دیگه بحث کاملاً متفاوت تره. درست است. شما در مورد علائم اشاره به حس داشتن،
وقتی که به اصطلاح پیچیده میشه پس امی پی تی اس دی، آیا این وضعیت هم وجود داره؟ خب آدمی حواس محدودی داره، از جمله شنوایی و لامسه، بویایی، چشایی. در این بینایی آیا میشه گفت که در زمانی که پی تی اس دی تراما میایه و پیچیده میشه، این آدمی کسی که دوچار میشه از یک فاصله صورت میگیره بین این حواس آدمی و خود آدم و او مرکز به اصطلاح مغزی که داره برای که بتونه این حواس را کنترل بکنه؟ بله، دقیقا همین مسئله است که ما وقتی که در رابطه با تأثیر کمپلکس PTSD روی مغز صحبت میکنیم، دقیقا این متوجه ای بعد از تحقیق ها و پژوهش های خیلی زیادی که با استفاده از خیلی از متدهای متفاوت در کشورهای متفاوت این پژوهش ها رو انجام دادن، به این نتیجه رسیدن که اوکی، حواس از کجا می آیم؟ از خود مغز دستور داده میشه. شنیداری ما، حواس نمیدانم، بحث حس بینایی ما، حس لامسه ما، همه از اینا دستوری هست که داخل مغز پروسس میشن. همه از اینا ماشین یا همون پروسسگر داخل مغز خود انسان هستن. پس در این صورت هر چه که حالا تأثیر همو تراما بیشتر باشه، عظیمتر باشه روی همو فرد، به همون نسبت مغز تغییر میکنه. به همون نسبت مغز شروع میکنه در یک سری عکس العمل نشان دادن ها که به مرور زمان، مخصوصا در حالتی که بحث تراپی اتفاق نیفته، بحث درمان اتفاق نیفته، این همینطور پیش میره تا لحظه ای که واقعا دیگه تا آخرین لحظه زندگی فرد. ولیکن تمام حواس را هم تحت سلطه خود میگیره. و همون نمونش هم به شما گفتم که وقتی که اوکی، یک فردی از یک حادثه به حالا به جای متفاوتی، ارگان‌های متفاوتی یک حادثه رو تحلیل می‌کنه در مغز شخص. مایی که شاهد انفجار فلانکوجی که قبل از فلانکوجی ما بوده هستم، من از هم از لحاظ شنیداری حادثه را درک کردم و دریافت کردم، هم از لحاظ دیداری و هم از خیلی از بحث‌های متفاوت دیگه‌ای که وجود داره، بحث‌های عاطفی یا حس‌های عاطفی که وجود داره بینه. پس در این صورت وقتی من به عنوان شاهد از این قضیه، وقتی میام در مورد این قضیه حرف میزنم، خیلی متفاوت هست با او کسی که اوکی فقط صدای از او فقط شنیده، کسی که تا چند کوچه او طرف در زندگی کرده فقط صدای از انفجار شنیده. پس کاملا ربط داره. در این آیا مثلا وقتی که ما گپ از پیچیدگی تراما میزنیم، آیا ای که سخت بودن در شناسایی خود وجود تراما تأثیر داره در نامیدن، یعنی میتونه یکی از علالایی باشه برای نامیدن یک ترامای پیچیده؟ متوجه منظور من شاید لازم نیست یک بار تکرار کنیم. آیا میتونه مثلا شرایطی باشه که عدم شناسایی تراما خود مثلا شرایطی باشه که تراما شناسایی، تراما وجود داره اما شناسایی او سخت است، یا حداقل مثلا با عوارضی که اشاره شد مثلا با او شکل خودش نشان نمیده یا به شکلهای دیگه نشان میده که خودت این گمان نمیره که این تراما هست؟ آیا خود این قضیه میتونه دلیلی باشه که ما بگویم این ترامای میتونه حداقل یک نوعی از پیچیدگی ترامایی باشه؟ بله آقای میرهزار، دقیقا این مسئله هستم، مخصوصا وقتی که تشخیص نشوه. پس دقیقا ببینید، من در جلسه قبل هم در رابطه با این موضوعات یک کوچولو صحبت کردم که گفتم که خیلی از بحث بیماری های جسمی وقتی پیش می آید، ما داریم یک سری از آلاتی را که از اونا استفاده کنیم برای درجه بندی، از یک بگیم که فلان مریضی یا فلان چی در کدام لول خود خو هستم. مثلا برای بیماری های خیلی حاد مثل بیماری های
سرطانی ما لول بندی داریم که فرد در کدام لول هسته فعلا و چه کمک های نیاز داره و یا در کدام لول هسته و هیچ کاری نمیشه برای زو کرد. اوکی؟ ولی در بخش بحث های روانشناسی یا اختلالات روانی یک آله به خصوصی وجود نداره که ما بگیم حتما با از این میتونیم بگیم که او شدت او اتفاقی که افتاده و شدت تأثیری که رو فرد گذاشته چقدر بوده. پس در این صورت همون مدت زمانی که از او گذاشته و همون پیامدهایی که داشته، او آسیب هایی که بعد از او حادثه اتفاق افتاده، او آسیب ها را به عنوان کسی که متخصص در این کار هستن میشینه همه از اینا را در طول چند جلسه انترویو گرفتن یا مصاحبه کردن با مریض اینا را میاین از همدیگه تفکیک میکنن و بعد از گرفتن چندین تست، بعد از گرفتن نوار مغز از مغز مریض و بعد از گرفتن حتی استفاده از دستگاه ها و ماشین های پیشرفتن مثل MRI، بعد از اون میاین نظر میدن که ای میتونه کامپلکس PTSD باشه و یا PTSD باشه و تداوی هم به همون شدت شروع میشه. یعنی در صورتی که PTSD باشه گاهی اوقات با متدهای روانشناختی و روانشناسی و روانکاوی امکان چی هست که درمان شود، ولی وقتی که به کامپلکس PTSD تبدیل میشه این احتمال وجود داره که نیاز باشه که از بعضی از ماشین ها که در علم روانپزشکی موجود هستن از اونا استفاده شود، مثل TMS. TMS کاری که انجام میده یه که بعد از این که فرد کاملا در یک برهه زمانی که دیگه روانکاوی و دارو درمانی دیگه جواب نمیده. پس در این صورت روان پزشک و روان شناس مربوط به همین بیمار با یک تصمیم دو طرفه تصمیم میگیرن که از متد متفاوت تر استفاده کنن که حالا در کشورها قابل دسترس هست، حالا میان از او استفاده میکنن برای درمان که کاملا خیلی هم خوب، خیلی هم پاسخگو و خیلی از جاها میتونه خیلی زودتر درمان یا زودتر به اون نتیجه مطلوب برسانه همین متخصصان را و خود حتی خود مریض را. ولی میتونم بگویم که در یک وضعیت عادی برمیگرده یه حالت هم میتونم بگویم یا نه غیر ممکن است دیگه؟ غیر ممکن است. نه هرگز او فردی که تراما را تجربه کرده هرگز به او انسان قبل از تراما بر نمیگرده. ما فقط جلوگیری از بدتر شدن همی آسیبی که در حال اتفاق افتادن در ذهنیت از او، در مغز از او، در جسم از او و آسیبی که داره میزنه در روح و روان خود خود و در کنار روح و روان در جسم از آسیب وارد میشن، ما داریم جلوگیری از این میکنیم و در کنار از او فقط داریم کمک میکنیم که فرد را به یک مرحله از آرامش نزدیک کنیم. ولی ای که دوباره بیایه ای فرد دوباره مایی که همچین حادثه ای را مثلا یک حادثه برای ما اتفاق میفته و ما دوباره این انتظار رو داشته باشم که با یک صدای مهیب من نترسم، امکان نداره. مایی که تراما رو دیدم با هر صدایی که حتی افتادن یک قابلمه در دست یک نفر که در طبقه دوم ما زندگی میکنه، ما با همو هم ممکنه که دوباره یک فلش بک بزنم دوباره برگردم در همون حالت. پس این امکان نداره که بگیم که کاملا فرد تداوی میشه یا تریتمنت صورت میگیرن. نمیشه. حالا اگر یک مقایسه ای انجام بدیم بین تراما، پست تروماتیک استرس دیسوردر و سانحه یا استرس بعد از حادثه به اصطلاح، این اگه ترجمه بشه گفت زمانی که پیچیده میشه با نوع پیچیده از او، اگه بخوایم یک مقایسه انجام بدیم میتونیم بگویم که وقتی که به قسمت عوارض میرسیم، در عوارضی که میگذاره هم پیچیده تر میکنه و سختتر میکنه درمان را، همون رقمی که البته شما اشاره کردن، ولی تأثیرات کاملا همون چیزا هست که همون عوارضی هست که در PTSD وجود داره، اما در شکل پیچیده او همون عوارض شدیدتر و کمی پیچیده تر میشه، یا نه عوارض دیگه ای هم هست که به نظر شما جدا از او هست
از PTSD. فکر میکنم که جواب از این سوالتانه بعد از اینکه ما بیایم در رابطه با خود تأثیر تراما روی مغز بیایم صحبت کنم، جوابتون فکر کنم داخل همون مسئله یا همون بحث باشن. وقتی که ما به عنوان کسی که حالا در این عرصه کار کردیم، در این عرصه میدانیم که چه اتفاقی در مغز میفته، وقتی میایم خود مغز را اصلا تحلیل کنیم، بگیم مغز چیه و چه کارهایی رو داره انجام میده. از یک دم یک سلاید، آره مغز سلایدی که مربوط ده خود مغز. اوکی، خود مغز تشکیل شده از، فکر کنم سلاید قبلی بریم بهتره. خود مغز تشکیل شده از چهار لوب اصلی که این چهار لوب اصلی دقیقاً وقتی که اتفاق میفته این چهار لوب همه با هم دیگه شروع میکنن در یک عکس العمل نشان دادن. برای مثال به عنوان کسی که حالا در این بخش در این تخصص کار کرده، میتونم بگم که خود مغز، این قسمت از مغز را بهش معروف هست در فرونتال لوب یا همون لوب پیشانی دهش میگن، که کارکردهای مربوط به خود داره. بعدی لوبی هست که لوب پریتال لوب داشت میگن یا لوب آهیانه داشت میگن معمولا، و بعدی لوب پستریه، و در این قسمت هم لوب گیجگاه هست که هر کدوم از اینا کارهای مربوط به خود انجام میدن. لوبی که مربوط به لوب آهیانی که این قسمت وسط سر، یعنی تقریبا میتونیم بگیم که جایگاه داره و جایش هست، مسئول حواس پیکری ما هست، مثل حس لامسه ما. لوبی که لوبی پیشانیه، وقتی فقط از لحاظ حسی بخوایم اینا رو از هم دیگه تفکیک کنیم، این لوب حس بویایی ما رو کنترل میکنه یا مسئول هست در این بخش. و لوب گیجگاهی هم بخش حس شنوایی کلا در هر دو طرف مغز قرار داره، و لوب پستری مربوط هست در همون حس بینایی ما. پس در این صورت ای هر کدام از اینا یک بخش را داره پیش میبره. و اینکه در رابطه با مغز وقتی بخوایم حرف بزنیم، بحث‌های متفاوتی وجود داره در این بخش. یک بخش از حالا سیستم هایی که مربوط به مغز هست، به این بخش که اصلا کلا خود مغز چیه؟ خود مغز تشکیل شده از یک سری از اعضایی هست که اوکی میگیم خود مغز اصلا تقسیم بر دو نیم کره مساوی هست، که این دو نیم کره شامل مخ، به وسط مخچه پشت سر و ساقه مغز که وصل هست به نخای شوکی، و اینکه یک سری از نیورون هایی که نیورون ها و سلول های پشتیبان که معروف هستند ماده خاکستری معمولا، که مسئول تصمیم گیری و حل مسئله داخل مغز هستند، که این نیورون هاست که تصمیم میگیرن که یک مسئله چطور حل و فصل کنن، چطور بقبولانند خود که این مسئله آیا مهم هست یا مهم نیست. از همون نمونه‌ای که به شما گفتم، که از نمونه‌ای که یک کبوتر مثلا که در بیرون میبینی، و البته که خب یک بخش دیگه هم حالا ما نمیام خیلی تخصص در مورد حرف بزنیم. کلن خود مغز، یک عصب شناسی به نام پایول دی مکلین آمد خود مغز را گفت که ما یک مدل مغز سگانه را داریم، که مغز که اوکی گفته که مدل مغز کلن یک مغز سگانه وجود داره در کلن در جانداران، اکثر جانداران مثل ما، بحث خزنده یا مغز قدیم، که این بخش از مغز میای چیکار میکنه؟ میای غرایز بقا را مسئولیت چرا میپذیرم، هر چیزی که فرایندی که مربوط باشه در بقای انسان او رو میایه تحت پوشش قرار میده. برای مثال مثل ضربان قلب، مثل تنفس، مثل درک حس گشنگی، گرسنگی و تشنگی و همه از این مسائل، اینا رو میایه مدیریت میکنن. یک بخش دیگه مربوط هست به پستانداران که شامل سیستم لیمبیک هست. سیستم لیمبیک چه کار انجام میده؟ هیجاناتی که مثل بخش لذت و ترس و ایتو هیجانات موجود هست، اینا رو میای پردازش میکنن، که در یک قسمت همچنین بحث دلبستگی ها هم وجود داره و بحث موجود در مباحث تولید مثل هم تنظیم میکنن.
بخش سوم بخش منطقی یا مغز جدید هست که در موردش بحث میکنیم، که این بخش مسئول پردازش حسی، یادگیری، حافظه، تصمیم گیری و حل مسائل پیچیده هستند. که اوکی، وقتی که مغز تمام وقتی که یک رویداد تراماتیک، این بخش تراماتیک که بخوایم تحلیل کنیم، یک رویداد تراماتیک وقتی اتفاق میفته، مغز شروع میکنه تمام سیستم های غیر ضروری را خاموش میکنه یا کارکردش را به شدت میاره پایین و به ساختار مغزی پایین تر پناه میبره که همو بخش سیستم عصبی سمپاتیک و پاراسمپاتیک پیش میآید. خب این بخش وقتی که سیستم عصبی سمپاتیک در داخل مغز ما شروع به فعالیت میکنه برای آزادسازی یک سری هورمون ها، که این هورمون ها از جمله کورتیزول میتونیم بگیم، که این هورمون ها معمولا هورمون هایی هست که باعث و بانی استرس میشن. یعنی بدن شما را به عنوان کسی که در یک موقعیت هیجانی قرار گرفتین در حالت بقا نگه میداره. پس در حالت بقا یا در حالت سیستم سمپاتیک بدن چیکار میکنه؟ بدن پروسه جنگ و گریز را انتخاب میکنه، یا می ایسته می جنگه با او اتفاقی که افتاده و یا فرار را برقرار بر بودن در همون موقعیت ترجیح میده. پس در هر دو حالت برای بقای خود تلاش کرده، به هر دو حالت این سیستم سمپاتیک سعی بری داشته که بتانه که تمام اعضای بدن را یک واکنش خیلی سریع، یعنی باعث یک واکنش خیلی سریع در بدن باشه که بتانه برای خود خود برای بقای خود خود فرد تلاش کنه. و به محض این که همو واقعه، همو اتفاق وحشتناک پایان پیدا میکنه، او زمان سیستم دیگه به نام سیستم پاراسمپاتیک میای روی کار. هر آنچه که سیستم سمپاتیک انجام داد، پاراسمپاتیک برعکس از اون رو انجام میده. برای مثال، برای کسی که تصور دهی میکنم، یک مثال مثلا میخوام یک مثال واضح کنم این قضیه را. من داخل خیابان مثلا یک تایم از شب هستم و دارم راه میرم و میبینم که یک چیزی از پشت سر به شدت میده و به طرف از من، حالا نمیدانم این انسانه، این میتونه یک حیوان باشه یا هر چیز دیگه ای. پس در این صورت سیستم سمپاتی که مغز من شروع میکنه به عکس العمل نشان دادن، با تمام وجود احساس میکنم که قلبم در تپش افتاده، به شدت دارم میتپه، احساس میکنم که همه بدن شروع کرده در لرزیدن و مردمه که چشم اتفاقا در این بخش شروع میکنه در منبسط شدن و به هر صورت ای عکس العمل ها را از خود نشان میدم. ولی در بخش پاراسمپاتیک مغز کلن تلاش میکنه که کارکرد بدن و جسم را دوباره بیاره در سر حالت طبیعی که موجود هست و بدن در اون نیاز داره و به دنبال از اون اتفاقی که افتاده سعی میکنه که بدن را به آرامش دعوت کنه. حالی این آرامشی که داریم در موردش حرف میزنیم، بحث آرامش جسمانی ما هست که در اون لحظه اتفاق میفتد به عنوان کسی که من شاهد یک رخدادی بودم. حالی در رابطه با اثراتی که بگیم که این اثرات چه اتفاقاتی میفتد، چه حالا صدمات بلند مدتی در این قسمت میزنم، ما بخش های متفاوت داخل مغز خود خود داریم آقای میرهزار. یکی از بخش ها پوزش باشه، من یک سوال به ذهن من رسید در موبین، آیا میتونه این قسمت همین عملکرد سمپاتیک و پاراسمپاتیک مثل انجین هایی که با هم دیگه در هم دیگه فرو میرن کرش بکنن یا با هم دیگه برخورد بکنن در لحظه همزمان، و یا این که پاراسمپاتیک بعد از مرحله یا فرایند سمپاتیک صورت میگیره؟ دقیقا بعد از صورت میگیره، چون اگر قرار بود که این هر دو با هم اتفاق بیفته، بحث بقا رو ما این وسط از دست میدادیم. بدن، جسم، مغز همه دست به دست همدیگه میدن که بتانه انسان رو در همون موقعیت خطرناک حفظ کنه. پس در این صورت پاراسمپاتیک دقیقا وقتی که همون مثالی که من به شما گفتم که در یک تاریکی میبینم یک چیزی میایه و میبینم که اوکی، سیستم سمپاتیک من شروع به فعالیت میکنه، همه از اون اتفاقاتی که گفتم بر من افتاد، ولی میبینم که اوکی، این یک
سگی بوده که میای از کنار من رد میشم. همون لحظه ای که رد شد پس من فهمیدم که تارگت از اون من نبودم. پس همون لحظه ای که میای از کنار از من رد میشه، همون لحظه سیستم پاراسمپاتیک شروع میکنه در فعالیت کردن، شروع میکنه در که در قلب دستور بده که آرامتر، مثلا تپش قلب آرامتر میشه، پروسه عرقی که بدن عرق میزنه اون لحظه این پروسه استوب میشه، پروسه لرزش دست ها اینا متوقف میشه و خیلی از بحث های دیگه ای که توی سیستم سمپاتیک یا پاراسمپاتیک دست فکر کنم در سلاید بعدی هم باشه دزی اتفاق میفته. و یک اوکی، خیلی از اتفاقایی که میفته مثل ریه ها یک حالت تنگی، یعنی همین که ما فکر میکنیم که احساس میکنیم که به سختی داریم نفس میکشیم، دقیقا ای در حالت سمپاتیک اتفاق میفته و در حالت پاراسمپاتیک چیکار میکنه؟ دوباره ریه ها احساس میکنیم که گشاد شده، یعنی راحت تر تنفس اتفاق میفته. دستگاه گوارش در اتفاقاتی که در عرصه حالا بگیم که حالا اتفاقات ناگواری که هستن، دستگاه گوارش فعالیتاش کاهش پیدا میکنه، ولی در حالت پاراسمپاتیک دوباره برمیگرده در حالت نرمال خود. خوب قدرت فوق کلیوی که ترشح آدرنالین داره اینا در سمپاتیک اتفاق میفته، در همون لحظه ای که من احساس کردم که او یک چیزی که من نمیدانم چی هست داره طرف از من نزدیک میشه و همون لحظه ای که من فهمیدم که اوکی خطرناک نیست و یک حیوانی بود از کنار من آمد و رد شد تمام شد و تارگت من نبودم، همون لحظه چه اتفاق میفته؟ پاراسمپاتیک میایه وارد عمل میشه و اوکی همون قدرت هم استوب میکنه، همون هورمونی که مربوط هست استرس همون هورمون شروع میکنه در استوب کردن داخل بدن دیگه ترشح نشه. پس همه از اینا دست به دست هم دیگه میدن تا ما بتانیم که یک موضوع را یک چیز را در همون لحظه بتانیم مدیریت کنیم. این بحثی هست که در زمان همون تراما اتفاق میفته. حالا بحث‌های متفاوت دیگه هم وجود داره. بخش‌هایی از مغز هست، یک بخشی در مرکز مغز ما وجود داره به اسم آمیگدال داش میگن آمیگدالا، که یک منطقه‌ای هست که یک اینچ بیشتر اندازه نداره و یک شکل بادامیه و معروف به زنگ هشدار هست که این کاری که انجام میده خطری که حس کنه ایره یعنی همون وقتی که داخل مغز پروسش میشه یک چیزی اتفاق داره میفته، یک خطری ممکنه که برای این فرد اتفاق بیفته، همین آمیگدال هست که تصمیم میگیره که یک روی کرد را مثلا رقم میزنه و به تمام بدن دستور همی سیستم سمپاتیک را میده که بدن شروع کنه در مقاومت یا شروع کنه در دفاع یا شروع کنه حتی در فرار، هر چیزی که امکان داره. معروف این پروسه سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک معروف در همون سیستم جنگ و گریز هسته، یا میستیم میجنگیم و یا فرار میکنیم. و در قسمت از این که چه کارهای دیگه ای را انجام میده میتونیم بگیم مرکز هیجانی مغز هم میتونه باشه، همین آمیگدالی که گفتم به شما، که اطلاعاتی که جنبه هیجانی داره این اطلاعات رو پردازش میکنه و بعد از پردازش میسپاره در بخش دیگه از مغز که مربوط به حافظه هستن. پس آقای میرهزار فقط اینطوری بگم که هر اتفاقی که شدت هیجان ما بیشتر و بیشتر و بیشتر باشد داخل از او اتفاق یعنی آمیگدال میای او اتفاق را ارزیابی میکنه، شدت هیجان موجود از او را انالایز میکنه و میفرسته در حافظه. هر چقدر که او هیجان بالاتر، او مدت زمان بیشتری در داخل حافظه میمانه. به خاطر همین هست که کسایی که در عرصه ما در بخش ما تخصص ما کار میکنن بسیار ما مشکل داریم در بخش ازی که بخوایم، چون هرگز امکان نداره که بیایم یک سری از خاطرات را بیایم پاک کنیم از ذهن یک نفر. پس در این صورت چه کارهایی را میتونیم انجام بدیم؟ حالا در بخش تریتمنت هم میرسیم. پس فقط همین نتیجه گیری از بخش آمیگدال بکنم که یک شبکه‌ای هست که به عنوان تنظیم کننده قدرت حافظه با توجه به اهمیت همو هیجانی که او اتفاق افتاده.
میایره تحلیل میکنم. و خیلی وقتا در یادگیری هم خیلی زیاد نقش داره، چون یادگیری هایی که در داخل از او هیجانات بیشتری باشه، او یادگیری ها برای مدت زمان خیلی طولانی تری در ذهنیت افراد میمانند. مثال در کشورهایی هستن که برای کودکانی که تازه به مکاتب وارد میشن، برای چندین سال از انواع اکتیویتی ها و یا فعالیت هایی که داخل از او پر از هیجان باشد داخل کلاس ها استفاده، داخل صنف ها استفاده میکنن، صرف به خاطر از این که بتانن، چون اینا همه پس از یک تحقیقات خیلی عظیمی که سالها واقعا محققان زحمت کشیدن سر از اینا ای یافتن این نتیجه را کسب کردن و خیلی از کشورها در حال تطبیق همین این تحقیق ها هستن که بیاین چطور میتونیم از نتیجه ای که اینا گرفتن میتونیم در پروسه تربیت تعلیم قشر جدید از این کشور بتونیم که مثلا این را تطبیق کنیم و استفاده کنیم. کسایی که با تروما زندگی میکنن خیلی از پژوهش ها نشان داده که آمیگدال یا همین بخش بادامی مغز خیلی وقتا نمیتونه فرق بین یک تهدید فعلی و یا قبلی رو تشخیص بده و طبق همین مسئله است که خیلی از اتفاقاتی که بعد از او تراما اتفاق میفته، مثلا کسی که در جای از افغانستان زندگی کرده که زیاد صدای انفجارات شنیده، بعد از چندین سال مهاجرت میکنه کشور دیگه میره، با کوچکترین صدایی ناخودآگاه بدن از او شروع کنه در ریاکشن نشان دادن. دقیقا همین مسئله بخش آمیگدال هست که آمیگدال در این زمان نمیتونه مسئله تشخیص کنه که فرق بین یک تهدید فعلی و قبلی در چی بوده، پس همون ریاکشن رو نشان میده و همون خاطرات دوباره پیش چشم او فرد میآید. بعد قضیه فلشبکی که پیشترم در موردش صحبت کردیم تایید بر همین حرف هستم. و طبق از این اتفاقات که میفته، این رویدادهای تروماتیک اتفاق میفته و بعد از او هورمون هایی مثل هورمون کورتیزول شروع میکنه به ترشح شدن در داخل بدن، که هورمون کورتیزول معمولا از غدد فوق کلیوی ترشح میشن. ما غدد برون ریز داریم، غدد درون ریز داریم. یه سری از رفتارهای ما دقیقا برگرفته از قدرت درون ریز ما هسته، یعنی به همون شدتی که هورمون هایی که این قدرت در بدن ما ترشح میکنن، به همون شدت عواطف ما، منطق ما و رفتارهایی که ما از خود در موقعیت های متفاوتی نشان میدیم میتونیم بگیم که کلا بستگی به همین هورمون ها داره. و در نتیجه ای که ممکنه که در تمام از این مدت حس بیقراری در فرد به شدت زیاد باشن، حس گوش به زنگی خیلی بالا یا سطح بالایی از استرس و استراب رو با هم دیگه تجربه کنن. پس میتونیم بگیم که واقعا خیلی نقش عظیمی آمیگدال مغز در همی پروسه تراما میتونه بازی کنن. یک بخش دیگه ای که اوکی در داخل مغز هست به اسم هیپوکامپ معروف، که او هم وقتی که یه سری از هیجان ها، پیشتر توضیح دادم گفتم یه سری از هیجان ها بعد از این که انالایز میشن از طرف آمیگدال مغز، بعد از اون میرن در حافظه. هیپوکامپ همون جایی، همون مقصدی هست که آمیگدال دیتاهای پروسس شده، اطلاعات بررسی شده را میفرسته در او دریچه، میفرسته در او قسمت از مغز. و در قسمت که دقیقا در پشت مغز هم قرار داره، معروف در مرکز یادگیری انسان ها هم هستن. چرا؟ چون میدانیم که یادگیری ما کاملا رابطه مستقیم با حافظه ما داره، هرچی که اونایی که حافظه های بالاتری دارن به همون نسبت یادگیری های بالاتری دارن. مثلا خیلی از تحقیقات صورت گرفته کسایی که همین بخش از مغزشان فعالیت خیلی خوبی دارن، نسبتا برابر هستن، مثلا فعالیت خیلی خوبه، اینطوری هسته که یادگیری پروسه انواع زبانها در اینا زودتر صورت میگیره. و همین پس میتونیم بگیم که هیپوکامپ مرکز یادگیری افراد میباشه. ولی در تراما چه اتفاقی در داخل هیپوکامپ میفته؟ تحقیقا و پژوهش های خیلی زیادی انجام دادن و متوجه شدن که افرادی که تراما رو تجربه کردن، هیپوکامپشان کوچکتر و کمتر فعال هستن.
یعنی طوری که میتونه به مشکلاتی که در حافظه و پروسه حل مسئله منجر بشه، به هم وقتی که فعالیت ازی کم باشه، وقتی که بیای کوچکتر شوه فرض بر مثال بعد از اون ترامایی که اتفاق میفته، پس در این صورت اختلال در خیلی از بحثای دیگه هستن. و در حالتی که او فرد همیشه حالت گوش بزنگی مثل همون قضیه که پیشتر هم توضیح دادم، گوش بزنگی همیشه هست، همیشه آماده یک اتفاقی شبیه به او اتفاقی باعث تراما برای او بوده، همیشه انتظار همچین اتفاقی رو داره و یک واکنش هیجانی قوی در وجود از او همیشه زنده است و فعاله. حالا من ادامه بدم یا سوالی تا یک قسمت داریم؟ من یک سوال داشتم در قسمت هیپوکامپ که میگن در اونجا در وقتی که بحث تراما میشه و قسمت کوچکتر هست و اون جایی هست که دیتا به نوعی در اونجا قرار داره و به اصطلاح آمیگرال دیتا رو روان میکنه در اونجا دیگه در هیپوکامپ. من اینا رو نوشته کردم چون نمیمانه در قسمت هیپوکامپ. آیا مثلا ما در دنیای تکنولوژی یک چیزی داریم، حافظه موقت میگم رندوم اکسس مموری ما مثلا داریم و بعد او یه چیزی که شما اشاره کردن که از مسئله سمپاتیک و پاراسمپاتیک به ذهن میرسه، مثلا حالت سیف مودی که مثلا ما در انواع مثلا چیز داریم، گویی مثلا از همین دنیای روانشناسی هم بهره ای برده. آیا حافظه در اونجا وقتی که ما میگیم حافظه هیپوکامپ کوچک میشه، آیا به این معنا هست که دیتا در اونجا معلوماتی که خود یک انسان در طول زندگی خودش کسب کرده، جمع‌آوری کرده، ذخیره کرده، در اونجا گذاشته، آیا دیتا در اون حالت فشرده میشه یا پاک میشه، دیتایی که مربوط به تراما نمیباشن؟ خب سوالتان خیلی بجایه، ولی این سوالتان را ما باید تحلیل دیگه‌ای که در رابطه با حافظه ما داریم، که ما نمیتونیم حافظه که در داخل مغز هست، اتفاقی که میفته تا یک واقعه تبدیل به حافظه میشه و در خاطر ما میمانه، ما نمیتونیم این را ربط بدیم بگیم که شبیه رم، شبیه مموری یا اوکی چیزای مربوط به ماشین. مغز انسان یک واقعا یک باکس بسته هست که خیلی پیچیده تر از این هست که ما بخوایم این رو تشبیه کنیم در خیلی از چیزایی که وجود داره. پروسه چیزی که در ذهن ما میره و در ذهن ما میمانه یک پروسه هست که بعضی اوکی ما یک موضوعی رو میخوانیم، پروسس میکنیم، او رو تحلیل میکنیم، از جنبه های مختلف، از حواس مختلف از او استفاده میکنیم تا او رو یاد بگیریم. مثل پروسه یادگیری زبان جدید برای مثال. در این عرصه ما از حس شنیداری خود، حس بینایی، حس لامسه، حس انواع احساسات خود خود استفاده میکنیم، حسای خود خود استفاده میکنیم که بتانیم که یک موضوع رو یاد بگیریم. خب، ای یک طوری هست که اوکی، بعد از این پروسه یادگیری میره داخل، تا زمانی که داخل حافظه جایگزین نشوه یادگیری کامل صورت نگرفته. ما تو بخش مموری آقای میرهزار دو نوع مموری داریم، در حقیقت خب سه نوع مموری داریم، ولی خب دو نوعش به شدت در مورد زیاد صحبت شدن. نوع اول مموری بخش مموری حسی هستن، مثل اینکه داخل یک موتور نشستین و یک سری از صداها رو میشنوین. شما در مسیر دارین میرین، از مسیر خانه‌تون تا مسیر سر کاری که جایی که باید برین آفیسی باید کار کنین، در این طول از این مسیر شما یک سری چیزها رو میشنوین، رادیویتون روشنه، آهنگی که روشن هست، حتی پنجره ماشینتون پایینه، صداهایی که از بیرون میاد، اینا توی بحث مموری حسیتون فقط جایی میگیره و یک سری از بحثا رو فقط میبینین. میبینین که چقدر از چه دکانهای چه مارکتای رد میشه، چه آدمای از کنارتون رد میشن. اینا نه در حافظه کوتاه مدت و نه در حافظه بلند مدت شما جایی میگیرن. چرا؟ چون تارگت شما نیستن، چون شما نمیخواین که او، پس ای میشه یک بخشی از حافظه. بعد
ما وقتی که اطلاعاتی را میخواییم در سر از اطلاعات یک پروسس را انجام بدیم، مثل یادگیری، مثل من که اوکی در داخل دانشگاه نشستم و استاد در حال تدریس هستم، پس من از همه از حواس استفاده میکنم که بتانم آنچه که دارم میشنوم و ببینم با چشمای خوب ای را در حافظه کوتاه مدت خود جا بدم. خب اوکی، یک ساعت استاد درس داد و درس تمام میشم و برمیگردم مثلا خانه. حالی یک پروسه دیگه ای داریم به اسم مموری لانگ ترم یا حافظه بلند مدت. حالی آنچه که من شنیدم و با تارگت، با هدف، یعنی هدفمندانه داخل از کلاس من نشستم و هدفمندانه چیزایی را که یک ساعت که وقت گذاشتم اونا را دیدم و شنیدم، حالی باید ای که در داخل مموری حافظه کوتاه مدت ما جای گرفته خیلی سریع قبل از این که داخل از پاک شد و باید سریع انتقال یک کاری کنم که انتقال پیدا کنه در حافظه بلند مدت ما. حالی که چه تکنیک هایی وجود داره؟ از زمان ما و شما خارج، از زمان برنامه ما و شما الان خارج هسته که خیلی از بحث های متفاوتی وجود داره که چه کار میتونیم انجام بدیم که یک موضوعی که در حافظه کوتاه مدت ما جای داره به مدت بعضی اوقات بستگی در همون شدت هیجان همون موضوع داره. مثلا مایی که با دو تا از سابجکت هایی که مثلا در داخل دانشگاه میخوانم بسیاری سابجکت ها را خیلی دوست دارم، خیلی علاقه شدید دارم که در مورد چی یادگیریم بیشتر و بیشتر شود، پس در این صورت من با یک هیجان خاصی داخل از اون صنف نشستم و از به طور کاملا متفاوتی دارم از تمام حواس خود استفاده میکنم برای یادگیری و برای سیف کردن همه اطلاعات داخل حافظه کوتاه مدت. بعد که آمدم رسیدم خانه شروع میکنم یک فعالیت بعدی ثانوی که این اطلاعات موجود در حافظه کوتاه مدت انتقال بدم در حافظه بلند مدت که یک پروسه زمان بر هستن، بستگی در مو هیجان، بستگی در مو نیازمندی من به عنوان کسی که دارم ای یادگیری رو انجام میدم، بستگی در خیلی از بحثای متفاوتی داره که ای چه مدت زمانی رو در بر بگیره که وارد حافظه بلند مدت بشه. حالی که شما گفتید که هیپوکام میایه کوچیک میشه و اطلاعات فشرده میشه و یا اینکه اطلاعات پاک میشه، پاک کردن اطلاعات فقط در دمنشیا است که اتفاق میفته. یعنی وقتی که یک اوکی، ما وقتی که در رابطه با یک سری از اختلالات حرف میزنیم مثل آلزایمر، آلزایمر مثل شبیه یک چتر هست، شبیه یک امبرلای هست که زیر مجموعه های متفاوتی داره. یکی از زیر مجموعه هایشی بحث از دست دادن حافظه یا فقط یکیشان. پس کسی که میگیم آلزایمر داره ممکنه که آلزایمر داشته باشه ولی اتفاقا حافظه خیلی خوبی هم داشته باشه، ولی متاسفانه در جامعه ما، حتی در همین جامعه که الان برحال ما زندگی میکنم، آلزایمر یک معنای فراموشی رو میده در صورتی که اینطور نیست. پس از بحث دور نشم، همین قضیه فراموش کردن یا پاک شدن مموری در صورتی که نیورون‌های مربوط به همو قسمت از مغز سیاه شوند، بمیرن، از بین بروند، در او صورت اتفاق میفته. در غیر این صورت هیچ مموری قرار نیست، هیچ حافظه قرار نیست پاک شوند و پاک هم نمیشه. فقط در بعضی از موارد کلن مغز، از اونجایی که گفتم واقعا یک سیستم عجیبی، واقعا یکی از بهترین خلقتهای شاید خداوند هسته، این که وقتی که خود مغز تحلیل میکنه که کدام داده طولانی تر بمانه و کدام داده ها نه اینکه پاک شوه، فقط کم نورتر، کم رنگتر شوه. ما اگه بخوایم مغز را یا بخش حافظه مغز را، مموری مغز را بخوایم تبدیل کنیم به یک چیزی که تمثیلاً بخوایم به کسی بفهمانیم که چی هسته، بخش حافظه یا همون لانگ ترم مموری یا همون حافظه بلند مدت ما شبیه به یک کتابخانه هست که از اینجایی که من استاد شدم تا ناکجا قفسای کتابش ادامه دارن. خب من یک نردبانی دارم که از این نردبان طبق نیازمندی روزمره خود از این نردبان استفاده می‌کنم. گاهی اوقات
ای کتابخانه ای که به همین حدی که دست من میرسه به همین حد نیاز دارم، بیشتر از این نیاز ندارم، ولی تمام از او خاطرات موجود هست داخل مغز ما، فقط بعضیایشان از اونجایی که نیاز نداریم استفاده نمیشه، روزمره در موردش حرف نمیزنیم، تکرار اتفاق نمیفته، که در بخش بیدار ماندن یا زنده ماندن، اکتیو ماندن خاطرات تکرار خیلی نقش مهم میداره، همه از این اتفاق نیفته، پس اینا میرن دمو بالاترین قفسه از اون کتابخانه ای در رابطه با مو من مثال رو گفتم. ولی در صورت که نیاز باشه از همون نردبان من استفاده میکنم، بتانم بکشم بیارم. حالا ای که چه مقدار از زور من میتانم دستیابی دارو دارم، باز برمیگرده او کارکرد عالی مغز، باز برمیگرده او ژنتیکی که فرد داره. ما کسایی رو داریم که 102 سالگی خاطرات کودکی خود به نحو احسن میاین بر ما قصه میکنن، نقل میکنن. کسایی رو هم داریم که در سن 60 سالگی و 50 سالگی و 40 سالگی از خاطرات دوره نوجوانی خود هم خاطر خاصی به ذهنیت ندارن. پس در این صورت خیلی از مسائل متفاوتی ربط داره. وقتی ما در مورد خاطره حرف میزنیم، کسی که میایه یک فیدبک از خاطرات خود خود میده، خیلی چیزای متفاوتی رو تحت پوشش قرار میده. درست است. من یک سال دیگه نپرسم، البته پاسخ توقع نمیره، پاسخ کوتاه داده شده، ولی تا جایی که میتونن کوتاه میتونن بگوین. وقتی که در هیپوکامپ در اونجا معلومات قرار داره، دیتا امور رقمی که شما گفتن قرار داره، و بعد در عین حال مغز جای دیگر هم داره که پردازش بکنه دیتا را، پروسس بکنه، و بعد ما یک سری حوادث، اتفاقات، رویدادها جایی که بازم از مکانیزم های حسی عمل میکنه، حواس مختلف، و ما را میتونه ببره و او فلش بک ها را ایجاد بکنه، فلش بک هایی که میره و او تراما را به اصطلاح یادآوری میکنه به ما. در عین حال این اتفاق میتونه برای دیتا های غیر ترامایی هم در هیپوکامپ اتفاق بیفته، یعنی هرچی او به اصطلاح فلش بک ها یا مثلا حالا محرک های دیگه، اگه بشه گفت تریگر یا محرک اگه بشه گفت وجود داشته باشه، او بخش های دیگه ای از حافظه را هم میتونه به نوعی برای پردازش آماده بکنه. و بعد آیا میتونم بگویم که در اینجا یک همین برداشت ما ابتدا درست هست یا نه، و بعد آیا میتونیم بگیم که او آگاهی افراد به تراما، پروسه تراما، و بعد کنترل او فلش بک هایی که اتفاق میفته میتونه در کنترل و بعد در درمان و مهار مثلا تراما از جمله ترامای پیچیده کمک بکنه؟ خب سوال خیلی خوبی پرسیدید آقای امیر هزار. دقیقاً سوالی که پرسیدید، شما کارکرد بخش دیگه از مغز را به طور کاملاً غیر مستقیم از ما پرسان کردید، چیزی به نام کورتکس پیشانی. کورتکس پیشانی در یک قسمت از فرونتال لوب ما قرار داره که حوزه منطق و تصمیم گیری فرد را کلاً پردازش میکنه و مسئولیتش به دوش داره. برای کسایی که با تراما معمولاً دست و پنجه نرم میکنن، یه پژوهش ها این رو نشان داده که این قسمت متاسفانه ناحیه است که فعالیت کمتری را داشته و فعالیت کمتری را انجام میده. پس در این صورت همین پروسه سرکوبی که در بخش تراما اتفاق میفته، بحث یادگیری اطلاعات جدیدی که میتونه در کنترل ترس از ما کمک کنه، این را حتی آهسته تر میسازه. این به چه معنایه؟ وقتی که یک میکسچری از فعالیت‌های متفاوت، بخش‌های متفاوت از مغز اتفاق می‌افته، کورتکس پیشانی در ترکیب با یک آمیگدال بیش فعال، اوکی، این دوتا برای غلبه در پاسخ‌هایی که مربوط هست به پروسه جنگ و گریز یا میخکوب شدن در اون لحظه، زمان دشوارتری را می‌تونیم بگیم سپری می‌کنه. این وقتی که در همین اساس فکر بازی بکنیم که اوکی، حس میکنید که کنترل حستان یا پاسخی که برای او ترس در او تراما اتفاق میفته، وقتی که اینا در تضاد همدیگه کار کنن، این به مراتب بر شما سختتر میشه. پس دقیقا
وقتی که شما در رابطه با اون تریگر حرف زدید، ما داشت در علم روانشناسی داریزی میگیم که آستانه تحمل فرد، یا در زبان دیگه ایدش میگم پنجره تحمل، فرقی نمی کنن. در همچین حالتهایی وقتی که ای تحریک های مغز به طور مداوم اتفاق بیفتن، آستانه تحمل پایین تر می آین. و فرد وقتی که سیستم عصبی فرد دچار همچین ناهم هماهنگی میتونیم بگیم میشه، در این حالته که استرس مدیریتش به مراتب سختتر میشه برای فرد. چرا؟ چون چند بخش از مغز داره بر اون طوری که نباید کار کنه داره کار میکنه و اینا دست به دست هم دیگه میدن تا یک سری از یادگیری های جدید اتفاق نیفته. بخش های دیگه از مغز داریم که مربوط به یادگیری هستن. ما وقتی میگیم که پروسه یادگیری من خوب پیش میره، در صورتی که همه جای مغز یا اوکی ارگان هایی که مربوط به یادگیری هستن اینا صحیح کار کنن، در صورت کار نکردنشان یک نوریشمند اضافه هسته که به مغز میده برای از اینکه استرس رو، میزان استرس رو بالاتر ببره. و همون وقت آستانه تحمل فرد پایین بیایه، یک حالتیه که خیلی زودتر از حالت نرمال خارج میشه، خیلی زودتر یک سری از آسیب های روانی که موجود هسته و پیامد همو اتفاق بوده، اینا خیلی زود از خود عکس العمل نشان میدن متاسفانه. پس حالا ما وقتی که به در برنامه آینده وقتی که به خود درمانی و جمع درمانی میرسه برنامه ای رو میگذارم، باز در اونجا در مورد که چقدر چطور میشه، باز تکنیک های وجود داره که او آستانه رو به اصطلاح بالاتر برد، هم صحبت خواهیم کرد، قطعا برمیگردم. در مورد تراما و ترامای پیچیده کدام گپ خاص دیگه اگر نیست، بریم در یکی دیگه از آسیبای روانی و ارزم با دو آسیب روانی دیگه که در اینجا وجود داره، در لیست ما وجود داره. موافق هستن یا نه گپ خاص دیگه هم وجود داره در مورد تروما؟ نه دیگه. خب در رابطه با این موضوع اگه بخوایم هرچی بیشتر صحبت کنیم بحثا تخصصی تر میشه. این که شما این سوال رو میپرسید که بحث دیگه هستن، خب خیلی مباحث متفاوتیه که واقعا از این کتاب ها نوشته شده و در رابطه با همین یک اختلال میشه ساعت ها میشه در مورد چه حرف زد. ولی خب فکر میکنم که از اقتضای برنامه ما شما خارجه که بیشتر از این بخواهیم در مورد ازی بحث کنیم. خب فقط یک گفتی رو بگویم موبین پرانتز که این مغزی که تشریح شد، حالا گاهی وقتا تصاویرش ما میبینیم، گاهی وقتا برای من شخص من گاهی وقتا دشت های نقاشی های سالوادور دالی را به ذهن من میرسانه، گاهی وقتا کوهستان های هزارستان را، یعنی او دره ها و پیچه چیزهایی که داره اونا را گاهی وقتا به ذهن میرسانه. و دوباره امی سلاید میرنم و در اجازه بدین. بله، ای چیست اکوت استرس دیسوردر؟ خب بحث خیلی حالا بگیم یک طوری هست، استرس و افسردگی به زبان خیلی ساده مادر تمام بقیه اختلالات روانی هستن. وقتی در مورد اکوت استرس دیسوردر صحبت میکنیم، کلن یک واکنشی هست که یک واکنش فیزیکی و ذهنی که به طور خیلی طبیعی اتفاق میفته در رابطه با تجربیات زندگی. خب چه تجربیاتی؟ تجربیاتی که میتونه چیزی که خیلی معمولی مثل مسئولیت های روزمره ما و شما، و میتونه خیلی غیر معمولی مثل رویدادهای خیلی تأسف باری مثل جنایت هایی که اتفاق میفته. پس یک واکنشی هست که ذهن و فیزیک انسان یا جسم انسان از خود خوب نشان میدن.
استرس یک مقوله خیلی آشنا برای همه ما و شمایی که در روزمره حال فرق نمی کنه در کجا زندگی می کنیم. کسی که در داخل خود افغانستان زندگی می کنه به عنوان یک فرد یا به عنوان کسی که در داخل یک جامعه هسته و ما و شمایی که همین جسیم هر کدام ما به نوبه خود خود با استرس ها یا موقعیت های متفاوتی مقابله میشیم که باعث استرس میشم، که گاهی اوقات نمیتونیم بگیم که همیشه بد باشه، یعنی همیشه بد باشه، گاهی اوقات میتونه حتی یک منفعت هایی هم داشته باشه. پس به اشکال خیلی مختلفی ظاهر میشم. گاهی اوقات ناشی از امو تلاش برای انجام دادن به موقعی سری از تعهدات خانوادگی، کاری، اجتماعی و ایتو مسائل باشه و برای حفظ جان، حفظ پول، حفظ خانواده یا هر مسئله دیگه ای که میتونیم در موردش حرف بزنیم. که معمولا استرس یک سری از علائم از خود نشان میده. هر چقدر که ما وقتی که بدن استرس را تجربه میکنه، همون سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک شروع میکنه در فعالیت در این قسمت، که در این بخش میتونیم بگیم که یا فرد در حالت مبارزه وارد میشه و یا در حالت مثلا فرار. پس در این صورت میتونیم بگیم که استرس، حالا بستگی داره در کدام موقعیت اتفاق میفته، طبق از اون موقعیت هسته که ذهن دستورهای مربوطه را میده و فرد طبق از اون دستورها واکنش را عملا پیاده میکنه. معمولا استرس میتونه که باعث و بانی خیلی از اختلالات دیگه باشه، مثل بحث استراب، یه سری از مشکلات خلقی و یا یک سری از بحث‌های جسمی مثل سردرد و یا در بعضی هم مشکل معده. خیلی از ارگان‌های متفاوت را زیر چتر خود میارم که معمولا افراد طبق همو آستانه تحملی که در موردش صحبت شد قبلا، طبق همو تصمیم میگیرن که چه نوع واکنشی و به چه شدت واکنش از خود نشان بدن و بروز بدن. طبق بررسی خود فرد با همو استانداردهای موجود در مغز از او که یک حادثه و یک موقعیت آیا میتونه خطرناک باشه و یا میتونه یک حادثه نرمال باشه، طبق همو معیارهایی که در ذهن از او از کودکی تا بزرگسالی چیدمانی که وجود داشته، طبق از او تصمیم میگیره که در مورد یک موضوع واکنش نشان بده و یا نه و چه واکنشی نشان بده، به چه شدتی. برای کسی که در سن نوجوانی هسته خیلی متفاوت با کسی که در سن 35 سالگی قرار داره. این موقعیت ممکنه باشه، این همو حادثه ممکنه باشه، ولی همو پاسخی که داره میده پاسخهای متفاوتی هسته. بحث فوایدش هم نمیتونیم نادیده بگیریم. استرس خیلی جاها خیلی فایده ها هم داره. حالا من شما بپرسیم یک از فایده هایشو بگیم، اینقدر شما از ما سوال میپرسیم. خب استرس مثلا در یادگیری وقتی که گپ از استرس میزنن، یعنی یک توجه ویژه و خاص به یک مسئله هست که میتونه کمک بکنه که یادگیری عمیق‌تر صورت بگیره، یعنی بهتر صورت بگیره. یک شاید یکیش، یا مثلا استرس گاهی وقتا یک مکانیزم دفاعی میتونه باشه برای اینکه آیا درست گفتم یا نه؟ درست گفتین. بس اینجایه که استرس در خیلی از موارد، خیلی از اتفاقا باعث هوشیارتر شدن ذهن هستن، به ذهن کمک میکنه تا همون قسمت هایی از مغز که در پروسه یادگیری باید فعالیت میکردن، همونا همین هورمون کورتیزول گاهی اوقات در همونا کمک میکنه که بتونن بهتر فعالیت از خودشون نشان بدن. اویی که باید کمتر فعالیت کنه در یادگیری بهتر، در او دستور کم فعالیتی رو باید بده، و اویی که باید بیشتر فعالیت کنه در او دستور
فعالیت بالاتر رو میدن. پس در این صورت همون پروسه بهبود توانایی در یک از مسائلی مثل به خاطر سپردن جزئیات، من وقتی که در یک موقعیت استرسا هستم به مراتب مموری من اون لحظه بیشتر سیو میکنن، نگه میداره همون جزئیاتی که در همون لحظه اتفاق افتاده. برای کسایی که حالا مواجه هستن با یک سری از تراماها، با یک سری از اتفاقات، مثلا برای کسایی که تجاوزاتی که اتفاق میفته، فرقی نمیکنه دخترا یا پسرایی که اینا داشتن تجاوز شده، وقتی که میان در مورد از این موضوع از اینا سوال پرسیده میشه، اینا تمام جزئی ترین بخش از او اتفاق را، او حادثه را برای مثلا برای شمایی که از اون میپرسید برایتان توضیح میده. حتی دمای درجه هوای او جایی که اتفاق افتاده، حتی صداهایی که در همون لحظه داشته از اطراف میشنیده، خیلی از مسائل دیگه، خیلی از بحثای دیگه. پس جزئیات، ای خود استرس کمک میکنه که جزئیات آنچه که در ذهن ما به حافظه ما سپرده میشه، او جزئیات را با تمام همون ریز و بمشی به حافظه بسپارم. حالا بعضی اوقات هم یک اثرات میتونه بگه منفی هم حالا روی مغز میذاره، از جمله ای که میتونه بحث وقتی در مورد خود استرس یک طیف خیلی گسترده ای داره، شاخه بندی های متفاوتی داره که یک جاهایی گفتیم مفیدیت داره و یک جاهایی واقعا ضررهایی میتونه ضررهایی داشته باشه برای بدن مخصوصا. اوکی، استرس همونطور که گفتم باعث یک سری از دیگه از اختلالات روانی هسته. گاهی اوقات باعث، یعنی در مورد ازی تحقیق شده که گفتن استرس بالا، استرس متداوم برای مدت طولانی باعث کاهش حجم مغز هم حتی شده. یعنی پروسه زوال مغزی که اتفاق میفته برای عده کسانی که در دوره های متفاوت زندگی به طور متمادی استرس را داشتن همیشه، یعنی همراهشان بودن، اینا به مراتب اتفاق همین پروسه زوال مغز زودتر اتفاق میفته. ولی برعکس او کسایی که یا مدیریت خیلی قوی بر عواطف خود داشتن، که استرس هم یکی از عاطفه ها محسوب میشه، یکی از همین احساسات محسوب میشن، و یا اینکه کلن آدمی بودن که انسانی بودن که اوکی استرس خیلی زیاد، حالا در هر موقعیتی هر کار با استرس انجام نمیدادن، بستگی در خیلی مسائل دارن. پس اینا به مراتب همون حجم مغزشان یا همون حالا نرمال زندگی نرمالشان نرمالتر پیش میره، حتی در پروسه بزرگسالی هم بخش اوکی یک سری جاها به قول شما وقتی میگید که پروسه یادگیری ما تا مثلا نه، حتی یک از فواید چمی مسئله است که تا استرس قبل امتحان وجود نداشته باشه یک شاگرد نمیاد درس بخونه. من یکی به عنوان متخصص میایم جرأت ازیر میکنم که بیایم روبروی دوربین لایف با شما در مورد یک مسئله حرف بزنم، تا او استرس پیشاپیشی که سالها آمد برای از او به دست آوردن از این نالج، واقعا استرس ها رو کشیدم، خیلی از متفاوت موقعیت ها رو، حالا حتی اگه دردناک بوده سخت بوده، اینا رو سپری کردم، پس این نتیجه رو پس امروز نداشتم. پس همون استرس خیلی از جاها در پروسه های پیشرفت زندگی از ماها میتونه خیلی به ما کمک کنه، خیلی میتونه مفید هم واقع شده. دیگه بحث حالا توی سلایدا هم داشتیم در رابطه با همون بحث تاثیر استرس که چه تاثیراتی میتونه داشته باشه، مخصوصا اکیوت استرس که بخش همون استرس مزمن هم میتونیم بگیم که باعث و بانی یک سری از اختلالات خلقی و استرابی هم میتونه باشه، خیلی از اختلالات هیجانی هم هستن. اگر پروسه تراپی ازی درست انجام نشه، فرد مدیریت صحیح استرس را یاد نگیره در اوائل همی شروع استرس، نه اینکه بذاره بعد از اینکه 70 ساله 80 ساله شد بعد از اون فکر از بیفته که من انقدر، در همون اوائل همون شروع وقتی که وارد یک عرصه کاری میشن، مثلا وارد یک دنیای اکادمیک جدید میشن، اگر اینا شناسایی نشن و رسیدگی نشن و مدیریت صحیح از این صورت نگیره، متاسفانه
میتونه که عوارض خیلی زیادی داشته باشه، خیلی اختلالات پیچیده تر را باعث باری شده، مثل اختلال خلقی، مثل شخصیت های مرزی که هستن، بایپولار ها که هستن و خیلی از مسائل دیگه این باعث میشه. میتونن به خاطر که حالی وقت برنامه وقت البته داره، وقت برنامه محدودیت وجود نداره، ولی میشه که برنامه را در برنامه های دیگه هم ادامه داد بحث را، ولی میشه کوتاه تفاوت همین نوع استرس را با PTSD هم شرح بدین؟ تفاوت همین نوع استرسی که در موردش صحبت کردیم؟ بله. اوکی. تفاوت ای هر دو با همدیگه، یعنی وقتی که ما میایم در مورد ای دوتا صحبت میکنیم، کلن یک چی خیلی مهم در عرصه PTSD، در عرصه ببخشید اکیود استرس دیسوردر، میتونیم بگیم که یک سری از ریاکشن های بدن نشان میده در خود خو که این ریاکشن ها مدت زمانش متفاوت با PTSD هسته. برای مثال در یک بخش میتونیم بگیم که مدت زمانی که برای PTSD اتفاق میفته طولانی تر هسته و در استرس کوتاه‌تر هست. این تنها فرقشان همین مثلا، ولی یک سری از بحث هایی هم که موجود هسته که خیلی در موردش هم صحبت هم شد از او پیش، هم میتونیم بگیم او بحث ها هم نمیشه نادیده گرفت، اونا هم تفاوت بین استرس معمولی، استرس یا استرس پیشرفته یا مزمن میتونیم بگیم این بخش با تراماهایی که وجود داره یا PTSD هایی که خود PTSD هم باسته دو بخش بود، با اینا همه همون بحث هایی که در طول از دو ساعت ما انجام دادیم، اینا همه همون تفاوت هایی هسته که به وضوح در موردشان به طور خیلی جزئی آمدیم بررسی کردیم، ولی در کل در رابطه با همین مسئله میتونیم بگیم فقط در مدت زمانی که این اتفاقات میفته، ریاکشنی که اتفاق میفته در همون ربط داره. خب اینجا ما یک adjustment disorder هم داریم، میشه کوتاه بگین adjustment disorder یا به اصطلاح اگه بشه دقیق ترجمهش کرد اختلالات مربوط به سازگاری، این چی هست و چه ارتباطی میتونه داشته باشه با PTSD؟ در بخش adjustment disorder دقیقا همون پروسه وقتی که فردی بعد از ای که ای اتفاقات افتاد و همون پیامدها و آسیبها اتفاق افتاد و پیامد را حالی داره میبینه، در همی اسنا، در همی چی ای مواجه میشه با یک سری از بحث های متفاوت تری، بحث همی مقاومت داره از خود نشان میده برای نادیده گرفتن، ایگنور کردن آنچه که وجود داره، آنچه که روان از او، آسیب هایی که روان از او دیده. پس یک حالتی هست که یک ریسپاندیه، یک عکس العملی هست که به طور روانی میای از خود خو به وضوح آشکار میکنه، که همی پروسه‌ای که مثل برای خیلی از مسائل دیگه، خیلی برای کسای دیگه یک پروسه میتونه که خیلی عادی پیش بره، مثل پروسه تعلیم، مثل پروسه یادگیری، پروسه رابطه بین دو نفر، ارتباط بین خانوادگی، ولی برای این افراد به مراتب میتونه سخت‌تر باشه، چرا که اینا از لحاظ احساسی یک سری از تنظیماتی که مربوط هست به احساس‌ها، اینا ده همی دیسوردر یا ادجاستمنت دیسوردر بهتر بگم، ده همی یک سری حالا ناهماهنگی ها اتفاق میفته که نتانه اینا را اونطوری که باید به نفع، نه به نفع شخصی، کلن برای بهبود یک زندگی نرمال بتانه اون از او استفاده کنه. برای مثال یک مثالی که من میتونم بگم این که اوکی، برای کسی که وارد یک رابطه دو نفره میشه و یک فرد نرمال هسته، پس در این صورت تنظیم هیجانات چی، تنظیم همو احساسات، عواطفی که برای اتفاق میفته به مراتب راحت تر هسته، میدانه کجا امو لول رمانتیک بودن، لول عاطفی بودن یا لول
حالا دموکراتیک بودن از او کجا در چه لولی در چه سطحی از انواع اقسام احساسات خود خوب بیای از او استفاده کنم. ولی برای از این افرادی که پای دیسوردر متاسفانه چی هستن ای به مراتب برایشان سختتر میشه پروسه. هم یک نمونه شما از شما گفتم ارتباط بین دو نفر ایده خیلی از موقعیت های متفاوت دیگه بحث های کاری، بحث های اجتماعی، حتی بحث های فرهنگی میتونه که جای داشته باشه. خب که البته بازی میتونه خودش تبدیل شوه، یعنی منجر شوه به نارسایی های دیگه یا آسیب های دیگه روانی دیگه. نه؟ دقیقا همی اختلالات که ما و شما در موردش صحبت کردیم اینا اکثرا اختلالات پایه حساب میشن که با اسبانی شروع یک سری از اختلالات پیشرفته تر هستن. برای کسی که ترامای پیشرفته را تجربه میکنه به مرور زمان پروسه پارانویا ممکن اتفاق بیفته که یک اختلال خیلی پیچیده و درمان خیلی سختری را دارن. کسی که به همه بدون هیچ دلیلی همیشه مظنون هستن، همه اتفاقاتی که در روزمره اتفاق میفته در اطراف از اون همه را بر علیه خود میدانن، در صورت ممکنه اینطور نباشه و ممکنه به احتمال خیلی آلا فیصدی بستگی به او انالایزی داره، بستگی به او تستی داره، مصاحبه ای داره که با از اون فرد انجام میشن، ممکنه که منبع همی پارانویا یا همی اختلال ممکنه منبعش همی پی تی اس دی باشه. بسیار خب در این چه یکی در یکی از این اسلاید ها اینجا متد های مختلف مواجهه با پی تی اس دی آمده. میشه در مورد اگر گپی هست بگوین؟ بله، ما از اونجایی که بخیر یک سری برنامه های دیگر ما و شما داریم در رابطه بازی که پروسه خود درمانی یا فرد درمانی یا جمع درمانی را پیش میبریم، پس این مبحث را اینجا خیلی خلاصه در مورد چی فقط توضیح میدم. همین بحث هست که ما روش های متفاوتی در راستای بهبود یک مریض داریم که در مسیر اولیه انواع روش های روانشناختی را استفاده میکنیم، روش هایی که امکان داره از مثل حالا روش های روانکاوی مثل CBT دهش میگن یا خیلی از روش های دیگر استفاده می کنیم که بتانیم با یک سری از راهکارهای درمانی که با پروسه مشاوره معمولا هسته بتانیم اینا را درمان کنیم. ولی بعد از یک مدتی که می گذره و طبق تشخیص همو روانشناس او خود تشخیص میگیره، میبینه که چقدر کارآمدی داشته او روش هایی که روی زی فرد کار شده. مثلا این روش درمان چندین نوع را کار کردن در طول مدت زمانی، بعد از یک استاندارد زمانی هسته، بعد از اون میبینن دوباره میاین سری انالایز ها رو انجام میدن، مصاحبه رو انجام میدن، میبینن که اوکی به چه لولی تأثیر گذاشته و به چه لولی میتونیم بگیم که حتی تأثیر بعضی اوقات هیچ تأثیری نگذاشته باشن. او زمان هسته که میایم از دارو درمانی استفاده میکنیم. دارو درمانی کار روانشناسان نیست، معمولا روانپزشکان در این بخش دست دارن و اونا هستن که تصمیم میگیرن از چه داروهایی برای چه نوع افرادی چه مقدار دوزیجی که هسته استفاده شوه و برای چه گونه از بیماری ها یا اختلالات میتونیم استفاده کنیم. و در آخر یک سری از تراپی های کامپلیمنتری هم داریم که برای ازی که مطمئن شویم که فرد یا بر نمیگرده، یا برای مثالی که واقعا خوب شده، خوب گفتم بر شما، ما خوبی که بگیم که او فرد بر میگرده دوباره به اون آدم سابق، شد او هیچ وقت اتفاق نیفته، ولی همینقدر که بتانه زندگی نرمال روزمره خود را با تمام وظایفی که مربوط هست به او فرد انجام بده، پس ما میتونیم بگیم بهبود ایجاد شده. پس همه از این روش ها را استفاده میکنیم و در صورتی که بستگی به امو اختلال داره، طبق بعضی از اختلالات واقعا با روانکاوی با یک سری از پروسه های مشاوره درمان پذیر نیستن،
پس در این صورت یک سری از بحث های متفاوت دیگه، یک سری از حالا دستگاه های موجود هست که میتونن از او استفاده کنن برای از این که فرد را بتانن کمک کنن که دوباره برگرده در حالت نرمال. که البته در حالت نرمال ممکن نیست برگرده. نرمالی که بتانه فقط زندگی روزمره خود را درست منیج کنه، نه او آدم سابقی که قبل از این تراما یا قبل از این واقعی که برایش اتفاق افتاده تبدیل شد. برای کسی که یک مثال خیلی بارز که میتونه بگم، ما در زندان زنان هرات زمانی که کار میکردیم با کسانی سر و کار داشتیم که اتفاقاتی که برای اون افتاده بود، تراماهای شدیدی که اتفاق افتاده بود، اینا را اینا بری عقیده بودن که ما مجبور شدیم که آدم بکشیم، مجبور شدیم که فرار کنیم از خانه. خب میدانید حتی بیرون شدن زن در افغانستان از خانش بدون اجازه شوهر جرم حساب میشه، در صورتی که این فرار، در صورت که شوهر بتانه زن پیدا کنه، این زن به عنوان یک مجرم باید در زندان یک مدت رو باید سپری کنه، همون کیفر قانون خود خوب ببینه. پس وقتی اینا میان در مورد از این موضوعات میان صحبت میکنن، در مورد اتفاقاتی که همون خشونت هایی که اتفاق افتاده، بحث های متفاوتی که در زندگی روزمرهشان اتفاق افتاده، وقتی صحبت میکنن، ما هیچ وقت از اینا انتظار از این رو نداریم که دوباره بعد از یک تراپی اینا برگردن به همون دختر 17 ساله 18 ساله که از خانه پدر خود خوب بدون هیچ گونه ترامایی، مثلا برای مثال بدون هیچ گونه ترامایی وارد یک زندگی جدید شده. ما نمیتونیم بگیم که بعد از یک سری حتی از پیشرفته ترین آلات موجود هم استفاده کنیم، باز هم امکان از این نیست که ما بیاییم بخشی از مموری از این کاملا پاک کنیم که بگیم تو شدی امو آدم سابق. پس این امکان نداره. ما فقط در عرصه روانشناسی مخصوصا آقای میرهزار ما کمک میکنیم که فرد در زندگی روزمره عادی خود رو بتانه برگرده، بتانه از خود در موقعیت های متفاوت اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی، هر جایی بتانه از خود رو حمایت کنه، بتانه خود در این جامعه ای که زندگی میکنه خود سرپا نگه داره. من یک حالا ما همونطور که اشاره کردیم در برنامه های آینده این قابل توجه بینندگان هم که در ذهن داشته باشید که با در برنامه های آینده باز به مسئله خوددرمانی و جمع درمانی هم میپردازم که همین رقمی که میرم و توضیح میدم آسیب های مختلف چه ویژگی هایی دارد، چه آناتومی میتونه داشته باشه، باز به مسئله درمان هم میرسم. فقط کوتاه در اینجا شما چون اشاره کردین به مسئله، میتونین کوتاه بگوین که در ای وقتی که خب بر نمیگرده، ای انسان و انسان نیست که قبل از تراما مثلا به او حالت بر نمیگرده، یک تاریخی از تراما رو پشت سر گذرانده و تراما، حادثه و استرس های ترامایی بخشی از او تاریخ هستندگی و زندگی و او خودی که در او حتی نقش داشته آمده و نقش بازی کرده و دگرگون میتونه بکنه او آدم را. آیا میتونیم بگویم که در عین حال میش، یعنی این وضعیت هست، حالا حتی به شکل استثناء ممکنه باشه ولی حتی خارج از عالم استثناء هم بگوییم که این امکان وجود داره که با آگاهی بر تراما و اتفاقی که افتاده، او آدم نه تنها به او مرحله قبل از تراما برنگرده، بلکه یک با یک کنترل بهتر، با یک اشراف بهتر بر زندگی، بر حواس، بر مغز خودش زندگی را ادامه بده. خب اگر سوالتان یکم پیچیده یه، این سوالتان دو تا بود داره. خب یکی که شما منظورتان ایه که در این فرد را انقدر در این حمایت های متفاوت شده که ای بتانه اوکی زندگی نرمال خود از او به بعد پیش ببره، و یا منظورتان این مسئله بوده که در این فرد کمک شده که اوکی کاملا این پروسه را بتانه نادیده بگیره، یا اینکه اهمیت او حادثه‌ای که اتفاق افتاده برای از او کمتر جلوه داده شده. در هر دو حالت آقای میرهزار،
حتی اگر منظور شما حتی موضوع دوم نبوده باشم، در هر دو حالت او شخصی که یک سری از اتفاقات برایش اتفاق میفته و یک سری تراماها را، یک حوادث را میبینه و یک ترامای برایش اتفاق میفته و شدت و نوع از او اتفاق میتونه تصمیم گیرنده باشه برای پروسه حتی تراپی از او. نمونه ای که چند از پیش تا شما گفتم، کسی که برای مثلا به عنوان کسی که من به عنوان روانشناس در زندان زنان کار کردم، یک کسی هست که برای به جرم دزدی آمده در داخل زندان و یک کسی هست به جرم قتل آمده. پس اویی که به جرم قتل آمده هم یک دفاعی از خود خود داره، میگه من از خود دفاع کردم که فلان کسا کشتم، و اویی هم که به عنوان یک پس هر دوی از اینا بعد از اینکه یک اتفاق میفته، یک چیز رو میبینن، یک اتفاق در زندگیشون روی اوکی اتفاق میفته، بعد از اون میان یک تصمیم عظیم در زندگی خود میگیرن و اون تصمیمی که از نظر از اونا باعث بانی ممکنه یک سری تغییرات در زندگی در زندگی آینده از اونا بیاره، همون تصمیم باعث از این شده که با در جایی مثل زندان برخورد کنه و یک محیط جدیدی از زندگی رو بیای اینجا تجربه کنه. پس در این صورت او ترامایی که برای ازی اتفاق میفته در داخل خود زندان زندگی میکنه و یک سری از چیزها رو مثلا میبینه، یک سری از نیازهای اولی خود حتی نمیتونه اونجا داشته باشه، حتی دیدار اعضای فامیل خود ندارن، پس ما نمیتونیم بگیم که اینا شبیه همدیگه میتونن برگردن دوباره و یا پروسه تراپی برای هر دوشان به یک نوع درست پیش بره. اینا متفاوت از همدیگه عمل میکنن. خب شما البته منظور من او نبود، ولی شما اون جنبه دیگه ای از همه اتفاق را، همه وضعیت را توضیح دادن. منظور من بیشتر این بود که یک آگاهی درونی، خودآگاهی، یک انقلاب درونی که در شخص رخ بده، در خود فرد یک دفعه نگاه کنم مثلا خب چه روزگاری است که اتفاق افتاده، بپذیره، آگاهی پیدا بکنم که بله مثلا یک پروسه به اسم تراما اتفاق افتاده، حادثه اتفاق افتاده، تراما اتفاق افتاده و الان با این آگاهی بتونه از خود پدیده تراما استفاده بکنه و ضد تراما مثلا عمل بکنه. منظور من و نه اینکه تنها نمیتونه برگرده قطعا به شخصی که قبل از تراما بوده، ولی تبدیل شده به یک شخص عمیق‌تر، تبدیل شده به کسی که خب یک روحیه مبارزه بهتری داره مثلا. منظورم بیشتر این حالت بود. جوابتان این شخصیه که الان دارید تصویر میبینید. من دقیقا این چیزی که شما گفتید آقای میرهزار، بعد از حالا رویدادهایی که در زندگی شخصی خود من اتفاق افتاده، من از همونها به عنوان سلاح استفاده کردم که تانستم در عرصه‌ای که بتانم نه تنها در خود به عنوان کسی که تراما را دیده، بلکه در افرادی که عین از من، از عین تقریبا میتونم بگم عین تراما اینا مثلا روبرو شدن، عین اتفاقات یا همون اتفاقاتی که از لحاظ یک انسان یک اتفاق نرمالی نیست برش اتفاق افتاده، از همون استفاده کردم که بتانم در ضد از او یک قدری علم کنم، یک روشی را مثلا، یک راهی را پیش رو بگیرم. من دوره ای که حتی کار میکردم، خیلی از دوره ها یک بحثی روانشناسا دارم به اسم بحث فاش کردن خودشان، همون یعنی تطبیق دادن مشکل او شخص یا او مریض با مشکلی که خود ما به عنوان یک روانشناس دست و پنجه نرم کردیم پیش و پیشا پیش و اینکه یک راه حلی برای او پیدا کردیم. خیلی وقتا از همین روش استفاده میشه برای از اینکه بتانید در نسل جدید، در اطرافیان تو کسایی که اوکی من الان در این سن هستم، من در این کمال از عقل مثلا رسیدم که فلان کار، فلان عکس العمل را نیاز ندارم. گاهی اوقات سکوت بهترین، مثلا در بعضی از مواقع زندگی سکوت بهترین پاسخ میتونه باشه.
پس من به عنوان همچین کسی که در این سن هستم این وقایع را پشت سر گذراندم، به کسایی که در سن کوچکتر از من هستن مثلا میام این را انتقال میدم، یا به عنوان روانشناس در مریض خود خو، به عنوان خواهر بزرگتر در خواهر کوچکتر خود خو. پس دقیقا این حرفتان را تایید میکنم که خیلی وقتها خیلی از ماها فرقی نمی کند چه تخصصی بوده باشیم، هر کس از دریچه تخصص خود خو میتونه این کار انجام بده و بتانه یک کمکی باشه برای نه اینکه ترامایی رو بتانه پیشگیری کنه، چون این اتفاقات روزمره متاسفانه تاریخ نشان داده که خیلی از حوادثی که واقعا بد هسته، جنگ، کشتار، تجاوز، اینا بعد ولی باز داره اتفاق میفته در تمام دنیا، داره اتفاق کشور هند، کشور افغانستان، کشورهای متفاوت. و خب چطور میتونن متقابل، یعنی چطور میتونن که مقابله کنن با همین قضیه، چطور میتونن که مدیریت کنن با کسی که به عنوان یک زن هسته و امکان داره با یک سری از ای اتفاقات در طول روزمره مواجه شوه. درست است. و حالا ما در برنامه بعد وقتی که به درمان میرسیم حتما روی این مسائل بیشتر صحبت خواهیم کرد. فکر میکنم اگر موافق باشیم برنامه رو جمع بکنیم و اگر گپ و سخن خاصی دارن که در گنجایش برنامه باشه، منظور تخصصی دیگه نیست، خیلی تخصصی، ولی اگر در گنجایشی برنامه برای کامل کردن بحث هست بفرمایید. در این بخش تنها چیزی که من دوست دارم که بگم همین مسئله کسایی که شنونده از این برنامه بودن، حالی اینا میتونن به یک درکی رسیدن که چه تأثیری همین تراما میتونه، تراما، استرس، هر کدام از این اختلالات چه تأثیری حتی روی رویکردهای روی کارکرد مغز انسان بگذارم. پس در این صورت در مخصوصا در کسایی که اطراف ما قرار دارن و یک سری از رفتارها رو دارن از خود نشان میدن، فرق نمی کنه اگر او فرد کی باشه، بهتره که بعد از این که احساس کردیم که ممکنه که فرد در یک شرایط بغرنجی، یعنی داره دست و پنجه نرم میکنه و به کسی هم چیزی نمیگه، بهتره این مسئله است که یک زمان مناسبی رو اولا پیدا کنیم برای از اینکه بتانیم فردی که آسیب دیده ایره تا زبان بیاریم، حالا به روش های خودمون به عنوان یک دوست بیای از خود، از سرگذشت خود، از زندگی خود بیای مثلا برایش قصه کنی تا شاید او هم بتانه این پرسه اعتماد اتفاق بیفته، بتانه اعتماد کنه و یک کمی از همون دردی که داره میکشه رو بتانه به زبان بیاره و در شرایط های پیچیده تر و حادتر قضایا خیلی خوبه که بیاییم همی پروسه رو پیش ببریم و همی علم روانشناسی رو بیاییم معرفی کنیم در کسایی که واقعا آگاهی ندارن در این رابطه و شاید یک شروعی باشه برای او فرد، یک شروعی دوباره باشه که بتانه به همون پروسه تریتمنت خود رو برسه و مثلا حالا به تداوی شوه و در کنار از او بتانه به یک زندگی عادی روزمره خود رو بتانه نزدیک شوه و دوباره برگرده. همین، انشالله که بیننده های از ما هم آنچه که شنیدند را دوباره میگم دست به دست بچرخانن و انشالله که در برنامه های بعدی بتانیم بیشتر سر اختلالات متفاوت تری صحبت کنیم. بسیار خوب، من از سپاسگزارم. من از گپ شما استفاده میکنم به بیننده های عزیز که گفتن یک گپ را دست به دست بچرخانن. تمام اون منبع همینجا در همین برنامه متخصص خانم هاجر رفیقی نشستن، همین برنامه رو میتونن شریک بکنن، لینکش روان بکنن ای طرف و طرف هر جایی که هست که دوستان، نزدیکان، آشنایان شما بتونن مستقیم صحبت های ایشان رو بشنون و استفاده بکنن. خب خداحافظی بکنیم دیگه خانم هاجر، موافق هستین؟ بله. خب خدا یارتان، امیدوارم که همه روز و روزگار خوبی داشته باشین تا برنامه بعد. خداحافظ خودتان و همه بیننده های عزیز ما. سپاسگزارم.